بسیار خوب، امروز قرار بریم سراغ تا اینجا توی این نظریه های شخصیت روانکاوی فروید رو بحث کردیم، روانشناسی تحلیلی یونگ رو اومدیم در موردش صحبت کردیم، روابط شی کلین رو در موردش صحبت کردیم و آدلر رو، روانشناسی فردنگر آدلر رو بررسی کردیم. حالا امروز میخواییم بریم سراغ جناب کارن هورنای که یکی دیگه از تاثیرگذاران در واقع حیطه روانشناسیه و بسیار رویکرد جذاب و جالبی داشته. خب خب عرض کنم خدمتتون که کارن هورنای نظریه روانکاوی اجتماعی رو میاد در واقع ارائه میده و عرض کنم خدمتتون که سایکوآنالیتیک سوشال تئوری رو میاد ارائه میده. خب این بقیه چیزا هم اکسپت کنم. بسیار خب، حالا این سایکوآنالیتیک تئوری که ایشون میگه چیه؟ خب بریم اول یه نگاهی به زندگی خودش بکنیم. و خب به صورت کلی نظریه روانکاوی اجتماعی کارن هورنای بر این اساس استواره که شرایط اجتماعی و فرهنگی که یک انسان داره، یک کودک داره، به ویژه تجربیات کودکیش، عموماً مسئول شکل‌دهی شخصیت و در واقع شرایط اجتماعی و فرهنگیه که باعث میشه شخصیت یک فرد شکل بگیره. این نقش بسیار بیشتری رو داره تا عوامل دیگه. و آدمایی که حالا اون نیازهای به عشق و علاقه و محبت و اینطور مسائلشون در کودکی برآورده نشده باشه و در اجتماع اینها رو درست از والدین یا اطرافیان نگرفته باشن، دچار یک خصومت بنیادینی میشن و این خصومت بنیادین رو نسبت به والدین خودشون پرورش میدن. این مطلبی بود که هورنای میومد بیان میکرد و میگفتش که و در نتیجه از یک چیزی زجر میبرن به نام استراب بنیادین، یعنی بیسیک انگزایتی. یک استراب بیسیک انگزایتی رو بهش میگفت، استراب بنیادینی رو میگفت، اینا ازش رنج میبرن اگر نتونن اون عشق و علاقه و اون چیزهایی که میخوان رو در واقع به دست بیارن. و در نتیجه هورنای اعتقاد داشت که انسانها وقتی این پیامدها رو در زندگی باش روبرو میشن، میتونن سه تا سبک اساسی رو که برای ارتباط با دیگران وجود داره در خودشون پرورش بدن که با این سه سبک، در واقع با این سه سبکی که برای برقرار کردن رابطه با دیگران ایجاد میکنن، با این استراب بنیادینه میان روبرو میشن. یکی اینه که حرکت به سوی مردم میکنن، یکی از سبکا اینه. یکی دیگه اینه که حرکت علیه مردم میکنن، یکی دیگه اینه که در واقع حرکت به دور از مردم میکنن. این میاد مثلا یه سه تا در واقع سبک رو میاد بیان میکنه که میگه در این با این سه سبک اینها میتونن روبرو بشن با دنیا و زندگی در واقع.
خب در نتیجه پس میگه یه دونه سه سبکی که برای با این استراب بنیادینی که میتونن داشته باشن که باش روبرو بشن، یه بیسیک انگزایتی رو اینا ازش زج میبرن، اگر اون عشق و دلبستگی و اون چیزهایی که در فرایند رشد باید داشته باشه رو نداشته باشن، و در نتیجه این باعث میشه که یه بیسیک هاستیلیتی درشون ایجاد میشه. بیسیک هاستیلیتی یعنی اون خصومت بنیادین. میگه این خصومت بنیادین رو که تجربه میکنن، در نتیجه بیسیک انگزایتی رو تجربه میکنن، و بعد این باعث میشه که سه تا three fundamental styles of relating پیدا بکنن. relating to others یعنی سه سبک بنیادین روبرویی با دیگران رو داشته باشن. یکی moving towards people یعنی سبک حرکت به سمت مردم، یکی moving against people، یکی moving away from people یعنی حرکت به دور از مردم، دور شدن از مردم. خب حالا هورنای میگه که افرادی که بهنجار هستن، ممکنه این آدمای بهنجار هر کدوم از این سبکای مختلف رو در واقع استفاده بکنن و به کار ببرن، اما آدمهای روان رنجور به صورت انعطاف ناپذیر فقط یکی از این سبکا رو دارن. پس ببینید یک انسان بهنجار این سه سبک رو میتونه به صورت انعطاف پذیری استفاده بکنه و تغییراتی رو در هر قسمتی داشته باشه، با هر جامعه ای در هر محیطی میتونه هر کدوم از این سه سبک رو در واقع نشون بده. اما یه فردی که ارسوان خدمتتون که روان رنجوره، این دیگه فقط انعطاف ناپذیر یکی از این سبک رو میگیره و به یکی از این سبک رو گرایش داره. رفتار وسواسیشون تعارض درون روانی بنیادینی رو میگه به وجود میاره و در واقع میگه که این کمپالسیو بیهیویری که نشون میدن این انسانهایی که بهنجار نیستن، یک بیسیک در واقع اینترا سایکیک کانفلیکتی رو نشون میده. یک رفتار روانیشون باعث میشه یک تعارض درون روانی داشته باشن که این تعارض درون روانی رو میگه اینترا سایکیک کانفلیکت. اینتراسایکی کانفلیکت یعنی یک تعارض درون روانی. میگه یک تعارض درون روانی بنیادی یا بیسیک اولیه پایه‌ای رو ایجاد میکنه و ممکنه که یه شکلی از خودنگاری آرمانی یا یک شکلی از بیزاری رو بگیره. بعد می حالا یکی که اینا رو نظریش توضیح میده که چیه، میگه این خودنگاری آرمانی اینجوری ابراز میشه که جستجوی روان رنجور برای شهرت پیدا میکنه، neurotic search for glory پیدا میکنن، neurotic claims پیدا میکنن، ادعاهای روان رنجور پیدا میکنن، و یا neurotic pride پیدا میکنن یعنی غرور روان رنجور پیدا میکنن. پس خودنگاره یا آرمانی اینگونه ابراز میشه که یک جستجوی دیوانوار و روان رنجوری برای شهرت، ادعاهای روان رنجور و یا غرور روان رنجور پیدا میکنن و در اینچه بیزاری از خیشتنشون هم به صورت خارشمردن خود یا بیگانگانی که باشون در ارتباطن میشه. خب پس اینچه میبینیم که اکثر این چیزهایی که هورنای داره میگه در مورد شخصیت روانرنجوره، اما خب میتونید شما خیلی از این عقایدش رو در رابطه با انسانهای سالم هم به کار ببرید. خب خود در واقع نظریه کارن هورنای هم مثل بقیه کسایی که تا حالا اومدیم ارزیابی کردیم بازتابی از شرایط زندگی و شخصیت خودش هم هست دیگه، و به نوعی خیلی ها اعتقاد دارن که بینش هورنای تلاشش برای کاهش عذاب خیشتن و اطرافیان و بیمارانشه. خب بس درن چه خیلی اعتقاد دارن که این اگه عذاب شهیدی هم نمی کشیده شاید بینش شهیدی هم نداشته. خب اینه که من بهتون گفتم این مفاهیم که الان گفتیم اینا مفاهیم کلیه که در واقع در رابطه با نظریه کارن هورنای میتونیم ارائه بدیم. حالا یواش یواش وقتی بریم جلو یکی یکی اینا رو میتونیم ارزیابی بکنیم و ببینیم که خیلی خب این
چی میگه پرنای؟ ده تا، یه 7-8-10 تا سوال هست. اول این 7-8-10 تا سوال رو عرض کنم خدمتتون که من ازتون میپرسم و شما جوابشو بدین به صورت true یا false، یعنی صحیح یا غلط جوابشو بدین اول، بعد ببینیم که با نظریه کارل هورنای در واقع اینا چی بود. برای خودتون بنویسید. سوال شما رو یک میاد میگه که It's very important to me to please other people. برای من خیلی مهمه که دیگران رو راضی کنم، راضی نگه دارم. رضایت دیگران برام مهمه. اینجا بنویسید که حالا این گزاره در مورد شما درسته یا غلطه. در مورد خودتون فکر کنید که غلطه یا درسته. بعد جواب بنویسید. سوال شماره دو میگه When I feel distress، وقتی من احساس تنش و دیسترس میکنم، در واقع I seek out an emotionally strong person to tell my troubles to. دنبال یک آدمی میکردم که از نظر احساسی قوی باشه که بتونم بیان بکنم این مشکلاتم رو بهش. خب این دامان شما درست یا نه، وقتی دیسترس، تنش یا استراب و استرسی رو تجربه میکنید، آیا در جستجوی نستید که با کسی در میانش بذارید، با یه نفری یا نه؟ سوال شماره سه میگه I prefer routine more than change. من یک شرایط روتین رو بیشتر ترجیح میدم تا تغییر. سوال شماره چهار میگه I enjoy being in powerful leadership position. من لذت میبرم که از یک موقعیت رهبری قدرتمند برخوردار باشم، در یک جایی باشم که powerful leadership داشته باشم، یک رهبر قدرتمند، یک مدیر قدرتمند باشم. سوال شماره پنج میگه I believe in and follow the advice. میگه من به این گزاره یا توصیه اعتقاد دارم و ازش پیروی میکنم که do unto others before they can do unto me. با دیگران طوری رفتار کن، اونگونه مثلا رفتار کن قبل از اینکه اینا با تو اونگونه رفتار بکنن. طوری روانی با دیگران در واقع رفتاری داشته باش قبل از اینکه اینا در واقع با تو بتونن اون رفتار رو بکنن. تو همیشه سعی کن پیش دستی بکنی در رفتار دیگران، در برابر رفتار کردن با دیگران. پس هنچه این سوال هم اینو میگه که آیا شما ببینید در مورد خودتون که آیا اینگونه هستید، یعنی سعی میکنید که پیش دستی انجام بدین در هنگام رفتار با دیگران، یا اینکه نه حالا در هر پیدی. خب پس اشیدم سوال شما پنجش بود که قبل از اینکه دیگران بتونن یه رفتاری با شما داشته باشن، شما مثلا اون رفتار رو انجام بدین، پیش دستی بکنید. سوال شما شیشش میگه I enjoy being the life of the party. من لذت میبرم از اینکه اون زندگی من در پارتی و میدونم یا چیز باشه، اون مرکز یک جمعی باشم، مرکز جمع باشم، یا اینکه زندگی همش در تقابل با دیگران باشه. لذت میبرم از بودن در این جمع های پارتی محور. سوال شما رفتش میگه It's very important to me to be recognized for my accomplishment. میگه من خیلی دوست دارم که شناخته بشم به عنوان کسی که من دوست دارم شناخته بشم با دستاوردهام. برای من مهمه که من رو با کارهایی که تونستم انجام بدم بشناسن. سوال شماره 8 میگه I enjoy seeing the achievements of my friends. من لذت میبرم از این که دستاوردهای دوستانم رو ببینم. سوال شماره 9 میگه I usually end relationships when they begin to get too close. میگه من عموما روابط رو وقتی خیلی نزدیک میشن قطع میکنم. اگر یک رابطه‌ای با من دیگه شروع کنه به عمیق شدن یا نزدیک شدن، این رابطه رو قطع میکنم.
و سوال شماره دهش میگه It's very difficult for me to overlook my own mistakes and personal flaws. برای من خیلی سخته که نگاهی به اشتباهات و خطاهای خودم بکنم و اونها رو در خودم ارزیابی بکنم. خب این سوالات، این ده سوال، این پرسشنامه در رابطه با نیازهای اساسی که کارنهورنای داره پیشنهاد میده. این سوالات اون میگه. کارنهورنای این ده سوال میکنه و با توجه به این ده سوال در این هدفی که اون important needs ها، اون نیازهای اساسی رو پیدا بکنه. که بعداً در قسمت در واقع نیازهای افراد نوروتیک میاد اینا رو توضیح میده که خب حالا افراد نوروتیک نیازهاشون چیه و اونجا میتونید ببینید که حالا با توجه به این جوابی که شما دادین در مورد شما با توجه به نظری کارنهورنای چی صدق میکنه. خب بسیار خیلی، حالا بریم سراغ نظری کارنهورنای. پس گفتیم که یه سری مفاهیم کلی رو داره میگه، از بیسیک هاستیلیتی صحبت میکنه، خصومت بنیادین، از بیسیک انگزایتی صحبت میکنه، کلن تئوریش سایکوانالیتیک سوشال تئوریه، یعنی تئوری در واقع روانکاوی اجتماعی رو داره بیان میکنه، یعنی اعتقاد داره که در شرایط اجتماعی و فرهنگی که کودک داره تجربیاتی رو روش میکنه، به خصوص اون تجربیات در واقع اولیه کودک و شرایط اجتماعی و فرهنگی که داره تجربه میکنه، اینا مسئول شکل دادن شخصیت کودک. و اگر در فرایند روش این نیازهای کودک مثل عشق و محبت و چیزهای دیگه‌ای که در اونجا وجود داره برآورده نشه، بیسیک هاستیلیتی یا خصومت اولیه، خصومت بنیادین، خصومت پایه در کودک شکل میگیره. بعد زمانی که این خصومت بنیادین شکل میگیره، این خصومت بنیادین رو نسبت به والدین و کیر گیورز ها، اونهایی که دارن روشش میدن دیگه، اون اجتماع اولیه خودش ایجاد میکنه و این خصومت بنیادین یه نتیجه ای داره، نتیجهش میشه بیسیک انگزایتی. چون شما الان بچه یه ساله دو ساله اگه یه خصومتی نسبت به موجود قوی تر از خودش داشته باشه، شما خودتون فرض کنید که الان در خیابانی با یک آدم قوی تر از خودتون که یه اسلحه‌ای داره، یه کاردی دستشه، یا مثلا خیلی قدرتمندتر از تو، جایگاه اجتماعی بالایی داره، وارد یک درگیری بشه، باید سراغ پیدا میکنید، چون من میفهمی که این بلایی سرت میتونه بیاره دیگه. خب حالا هورنای هم یک همچین مفهومی رو داره بیان میکنه. یه وقتی این کودک میاد، عرض کنم خدمتتون که با روبرو میشه با ناکامی هایی که در فرهنگ از و اجتماع و به ویژه تجربیات اولیش با والدین و اطرافیانش وقتی با اینا روبرو میشه، این باعث میشه که یک بیسیک هاستیلیتی، خصومت بنیادین رو نسبت به والدین و کرگیورس ها، اونایی که دارن روشش میدن پیدا بکنه. این خصومت بنیادین باعث میشه که استراب بنیادین بگیره، بیسیک انگزایتی بگیره، ثمرش میشه این بیسیک انگزایتی. حالا وقتی این بیسیک انگزایتی رو گرفته، برای اینکه با این بیسیک انگزایتی بالاخره یه جوری کنار بیاد و بتونه کنترلش بکنه، یه سری سبک های ارتباط با دیگران میاد درست میکنه، میاد یه سری سبک خاصی رو درست میکنه که بتونه با دیگران رابطه برقرار بکنه. خب این استایل هایی که، یعنی ریلیشن استایل ها، اون سبک های ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه، میگه به سه بخش تقسیم میشه: حرکت به سوی مردم، یعنی towards people، میاد moving towards people رو میگه، حرکت کردن به سمت مردم، moving towards people، moving against people، حرکت علیه مردم، یا حرکت به دور از مردم، moving away from people. میگه این سه تا سبک رو تولید میکنه که این سه تا سبک راهکار کودک برای روبرو شدن با اون استراب بنیادین basic anxiety که از خصومت بنیادین شکل گرفته، که به علت ارضا نشدن نیازها در شرایط اجتماع و فرهنگ و به ویژه تجربیات اولیه کودک، میگه اینا میاد ایجاد میشه و در نتیجه این باعث میشه که این فرد، حالا وقتی این اتفاقات رخ بده، این شخصیت رو اینجوری داره، میگه اینجوری تبیین میکنه، این
نمای کلی رو در نظر بگیرید که بعد بریم یکی که ببینیم چی. بعد میاد میگه خیلی خوب، حالا این همه این داستانی که من بهتون گفتم در همه آدم ها شاید ایجاد بشه، من که همه آدم ها میتونن همه نیازهاشون در فرآیند رشد ارضا نشه، همه بچه‌ها اینجوری نیستن که 100% چیز بشه، پس چه همه آدم ها میتونن اینا رو داشته باشه. اما فرق آدم های نروتیک، آدم هایی که روان رنجور هستن، با آدم هایی که سالم و بهنجارن در اینه که آدم های بهنجار به صورت انعطاف پذیری از این سه سبک استفاده میکنن، اما آدم هایی که بهنجار نیستند به صورت انعطاف ناپذیر از یکی از این سبک‌ها دارن استفاده می‌کنند و فقط یکی از این سبک‌ها رو در خودشون دارن و این رفتار وسواس‌گونه‌ای که دارن، یعنی وسواسی که در انتخاب یکی از این سبک‌ها دارن و دیگه وسواس‌گونه اونو ادامه میدن و تغییرش نمیدن، به واسطه اون تعارض درون روانیه که دارن که به این تعارض روان درونی اینتراسایکیک کانفلیکت درشون وجود داره، یه تعارض روانی درشون وجود داره که اینا دیگه نمیتونن سویچ کنن از این سبک به اون سبک با توجه به شرایط مختلف انعطاف پذیر باشه، اینا فقط به صورت وسواس گونه یکی از این سه سبک رو ایجاد میکنن و در اینجا یک خودنگاری آرمانی یا بیزاری رو در اینها شکل میده، یعنی یا ایدیالایزد سلف ایمیج پیدا میکنن، ایدیالایزد سلف ایمیج، یک خودنگاره یا آرمانی دارن از خیشتن، یا سلف هیترد دارن، یعنی بیزاری، خود بیزاری دارن، یعنی تصویرشون از خیشتن یکی از این دوتایه، میبینید که سیاسف سفیده دیگه، یا این ورن یا اون ورن، یک چیز در واقع انعطاف پذیر خاکستری از خیشتن نن. خب حالا این خودنگاره آرمانی، این سلف ایدیالایزد ریالیزیشن، این سلف ایدیالایزد ایمیج یا آگاهی که از خیشن دارن، خودآگاهی یا اون تصویری که از خودشون دارن، به سه شکل حالا میتونه تظاهر پیدا بکنه، دیده بشه: جستجوی برای شهرت، neurotic search for glory، یک جستجوی روانرنجور برای مشهور شدن، همش دوست دارن شهرتمند باشن، مشهور باشن، neurotic claims، ادعاهای روانرنجور میکنن، و neurotic pride، و یک غرور روانرنجور دارن. پس این پیامد idealized self image میشه. حالا اون idealized self image این ستا رو ایجاد میکنه. اون self hatred چی ایجاد میکنه؟ self hatred در واقع باعث میشه که خود خار شمردن خیشتن یا بیگانگی با خود رو تولید بکنه، یعنی یک self contempt، contempt یعنی تحقیر کردن، خود تحقیری، میگه self contempt، خود تحقیری، یا یک بیگانه شدن از خیشتن رو ایجاد میکنه، یعنی alienation from the self رو ایجاد میکنه. alienation، این لغت alien رو شنیدید دیگه، بیگانگان فضایی، alien ها، اینا alienation پیدا میکنن. میگه که این alienation from self درشون ایجاد میشه. پس انچه حالا تو ذهنتون این بیماری های روان رنجوری نگاه کنید، میبینید که بالاخره از نظر این کارل هورنای این گونه در واقع اینا طبیعی میشه. خب این نمای کلی که داره میگه. خب حالا بریم سراغ این که این چیزایی که میگه در واقع از کجاش آورد و چجوری تبیینش میکنه و بقول معروف چجوری نادرست. برای اینکه بخوایم این کار بکنیم، باید بخوایم در کوچه محیط زندگی کردیم دیگه، مثل بقیه نظریه شخصی دارن، شما میبینید که از آدلری که با هم دیگه صحبت کردیم عقده حقارتش گرفته تا فروید تا کلین یا یونگ، شرایط زیستی و محیطیشون خب خیلی تأثیر در نگرششون گذاشید. هورنای از خیلی از جهات شبیه ملانی کلینه، از خیلی از جهات شبیه ملانی کلین. خب هر دوتا اینو تو دهه 1880 بدونه. خب یادتونه که ما وقتی آدلر رو در موردش صحبت میکردیم خیلی
با فروید که مقایسش میکردیم میدیم اینا هم خیلی شبیه هم بودن دیگه، یادتون باشه زندگیشون هر دوشون مثلا یه شباهت هایی داشتن با هم، یهودی بودن اینجوری بودن اینجوری. این دوتا هم کانهونا هم یک خانوم دیگه، یک زنی بود که در واقع مثل کلین هر دو در دهه 1880 به دنیا آمده. این کوچکترین بچه یک پدر 50 ساله و همسر دومشه. خب برای اون موقع خیلی سن پدر زیاد بوده دیگه. و خواهر برداری بزرگتر داشتن دیگه. این مثل همون کلین. کلین هم خواهر برداراش بزرگتر. و این هم مثل کلین احساس میکرده که خواهر برداراش بیشتر مورد شفقت والدین واقع میشن و انگار که این احساس محروم بودن از محبت رو داشته. اینم از کودکی اینم مثل کلین دوستاشو پزشک بشه. اما فرقش با کلین این بود که هورنای تونست پزشک بشه، رفت و بالاخره خوند این ماجرا، این آرزو رو تونست انجام بده. هر دوتاشون هم خودکاوی رو برای خودشون شروع کردن و خودکاوی خیشتن رو آغاز کردن و خودکاوی های هورنای با ثبت خاطراتش شروع میشه که از 13 سالگی تا 26 سالگی شروع میکنه خاطرات خودش رو ثبت کردن نوشتن. توسط کی روانکاوی میشه؟ توسط کارل آبراهام روانکاوی میشه این جناب هورنای. خب کارل آبراهام هم از گردن کلفت‌های روانکاوی بوده دیگه اون موقع دیگه. و یک کتابی می‌نویسه به نام خودکاوی، مثلا اسم کتابشون خودکاویه همین هورنای می‌نویسه و اینگونه روانکاوی و خودکاوی خودش رو انگار که به اتمام میرسونه. سلف آنالایسس، یک کتابی می‌نویسه با نام سلف آنالایسس. خب این اسم اصلیش کارن دانیلسن بوده، کارن دانیلسن هورنای. این خانم کارن دانیلسن هورنای در 15 سپتامبر 1885 در واقع توی شهری به نام ایلبک، یه شهر کوچیکی، شهر نصف مثلا شهر بسیار کوچیکی توی نزدیکی هامبورگ بوده، اینجا به دنیا تو آلمان و تنها دختر در واقع برنت بوده که حالا والدینش، تنها دختر این برند دانیلسن بوده که کاپتان کشتی بوده و مادرش هم کلوتیلدا بوده، کلوتیلدا ون که یه اسم طولانی داشته مادرش، کلوتیلدا ون روزل دانیلسن. اونم یه زن تقریبا 18 ساله بود، 18 سال جوانتر از شوهرش بوده، یعنی از باباش 18 سال 20 سال کوچیک‌تر. یه بچه دیگه اینا داشتن از این ازدواج که یه پسری بود که تقریبا 4 سال از هورنای بزرگتر بوده. خب این جناب پدر یه کاپتان کشتی بوده و اینا، 4 تا بچه دیگه هم داشته از این ازدواج قبلی، قبل از اینکه هورنای بیان، که خب اونا بزرگتر از هورنای بودن دیگه. خب خانواده اینا انگار اصلا یه خانواده خوشحالی نبودن، یه خانواده در واقع غمگینی بودن. و علتش هم این بود که خب این خواهر برادر ناتنی همش پدره رو بر علیه زن دوم تحریک میکردن. بخاطر چی رفی گرفتی تو مثلا آوردی بعد مثلا بچه دار شدی ازش، بالاخره حقوق ما رو داری به اینا میدی و اینا، همش درنچه زیرا به این زن و بچه دومیه رو میزدن. درنچه این هورنای یک خصومتی رو اصلا نسبت به پدرش احساس میکرد، این بیسیک هاستیلیتی، اون خصومت اولیه رو ببینید اینجا داشته اصلا خودش. و باباشم که خب خیلی آدم عبوس و در این حال عمیقا مذهبی هم بوده. اما هورنای اعتقاد داشته که آره این مثلا مذهبش هم مذهب چیزیه، مذهب مثلا سرمونی نیست و تزویر میکنه. ولی خب نسبت به مادرش انگار که علاقه شدیدی داشته، چون مادر خب بالاخره بیشتر
وقت میگذرونده با هورنای با و علاوه بر اون پشتیبانی هم ازش میکرده در اینجا مادره رو بیشتر. ولی خب خود هورنای وقتی داره تعریف میکنه از زندگیش و چیزایی که میگه نشون میده که انگار تو زمان کودکیش خوشحال نبوده و از اینکه برادر بزرگترش رو بیشتر دوست دارن هم ناراحت بوده، بیشتر توجه میشده و یه دعوا و تنشی هم همش بین این پدره با مادره بوده انگار تو خونه که اینو این نگران میکرد. بالاخره این زمانی که 13 سالش میشه، 12-13 سالش میشه، تصمیم میگیره که بره پزشک بشه. خب هیچ دانشگاهی در آلمان اون موقع زنها رو در پزشکی نمیپذیرفت. این زمانی که زن میپذیرفت، هیچ دانشگاهی اینا رو زن اصلا نگفتن که این نمیتونه پزشک بشه. ولی وقتی 16 سالش میشه این ماجرا تغییر میکنه. یعنی انگار که 13 سالگی علاقه داشته پزشک بشه، ولی در 16 سالگی انگار یک یواش یواش جامعه آلمان داره در تغییر میکنه و یه عرض کنم خدمتون که پذیرشی رو نسبت به حضور مثلا زنها در دانشگاه داره ایجاد میشه، یک تغییرات اجتماعی و فرهنگی داره اونجا شکل میده. ولی خب هورنای در نتیجه میره وارد دانشگاه پزشکی میشه، اگرچه پدرش هم میگه خیلی مخالف بوده، پدرش خیلی میگفته که نه تو همین خونه باش، کارهای خونه رو بکن. این بالاخره برخلاف نظر پدرش تو میره دنبال رشته‌ای که دوست داره و اونجا تصمیم میگیره که اصلا بقیه عمرش مستقل باشه. اگرچه کسانی که زندگی در واقع هورنای رو ارزیابی میکنن خیلیشون هم اعتقاد دارن که نه، این استقلالش سطحی بوده، این به صورت عمیق نتونسته این استقلال رو حفظ بکنه، همیشه یه ارتباطی رو با یه مردی بزرگتر یا یه مرد بزرگ، یه مرد مثلا قوی یا یه مرد برجسته حفظ کرد. به هر حال این اتفاقاتی که وابستگی های بیمارگونهی که این در خودش ایجاد کرده بود، یعنی آرمانی کردن اون اتفاقاتی که در ذهن خودش ایجاد شده بود، باعث می شد که همیشه توی روابطش دچار ایراد بوده و به ویژه با مردان. سال 1906 این میره وارد دانشگاه فریبورگ میشه و این خیلی جالبه، رکورد داره، اولین زنی بود که تو آلمان رشته پزشکی میخوند. از این حیث یعنی جزء اولین کسانه دیگه، مثلا اولین زن آلمانی که پزشکی خونده همین خود آقای خانم گارنهورنای. اونجا میره با اسکار هورنای آشنا میشه. اسکار هورنای کی بوده؟ دانشجوی در واقع چیز بوده، اسکار هورنای دانشجو علوم سیاسی بوده. اول با هم دوست میشن و بعد یواش یواش یه رابطه عمیق‌تری رو پیدا میکنن و سال 1909 هم ازدواج میکنن. بعد میرن برلین و اونجا اسکار دکترای خودش رو گرفته بود و داشته میگرفته و برای شرکتی مثلا کار میکرده، تو شرکت زغال سنگ اینجا کار میکرد و کار اینه، منوز دکتراشو نگرفته بوده دیگه، داشته میخونده و روان پزشکی میخونده، داشته روان پزشکی میخونده و دوره تخصصش رو جاینده درس بود. این حول و حوش این زمان ببینید 1909 اینا که مثلا ازدواج چیز کرده رفته برلین و اینا، زمانی بوده که فروید داشته تثبیت میشده روانکاویش، یعنی یواش یواش دیگه فروید از سال 1900 که اون کتاب معروفش رو نوشته بوده، یواش یواش 8-9 سال گذشته بود و کتابای دیگه‌ش و چیزای دیگه‌ش و نظریاتش یواش یواش داشته فروید میمده بالا. این سال 1910 با کارل آبراهام که خب از شاگردا و همکارا و دوستای نزدیک فروید بود، میره روانکاوی رو شروع میکنه. آبراهام یادتونه دیگه، ملانی کلاینم روانکاوی کرده بود، یعنی این میره پیشون. بعد روانکاویش که تموم میشه این دیگه علاقه میره سمینارهای بعد از ظهر آبراهام هم شرکت میکنه. آبراهام مثلا چه سمینارهایی داشته اونجا، سمینار میذاشته واسه خوش، کارگاه میذاشته، مثلا میومدن نظریات خوب فروید و خودش رو اینا رو میومده چیز میکرده دیگه، بیان میکرد و تبلیغ میکرد و جدیدم بوده دیگه، دانش جدیدی بوده، دانش خیلی از دانشجوها، خیلی از کسایی که دوست داشتن میرفتن کارگاه شرکت. این بعد از اون میرفت اونجا و
این باعث میشه که اونجا با یه سری روانکاوای دیگه هم آشنا میشه، یواش یواش هی بیشتر دایره آشنایی شکل میگیره، تا اینکه بالاخره سال 1917 این اولین مقاله خودش رو درباره روانکاوی مینویسه. سال 1917 میاد اولین روانکاوی خودش رو مینویسه به اسم چی؟ به اسم Psychoanalytic Therapy. The Technique of Psychoanalytic Therapy. یعنی مثلا میشه فنون درمان روانکاوی، مثلا Technique of Psychoanalytic Therapy به فارسی، مثلا تکنیک های درمان روانکاوی. میاد یه همچه مقاله مینویسه که در واقع چی بود؟ همون دیدگاه های سنتی فروید بود و اومده بود فنونی که این گفته بود و مثلا در یک مقاله جز دیدگاه سنتی فروید رو اومده بود ابراز کرد. خب این اوایل ازدواجش یه عالمه گرفتاری های تجربه مختلف رو شروع میکنه به چیز کردن، داشتن یه عالمه تجربه مختلف رو میاد پیدا میکنه. مثلا عرض کنم خدمتون که توی 5-6 سال اول زندگیش اتفاقات مختلفی میفته. یکیشون بود که مثلا پدر مادرش اولا جدا شده بودن از هم دیگه، بعد به فاصله یه سال هم از هم میمیره، این میمیره، سال بعد هم یکی میمیره. توی این 5 سال 3 تا دخترم به دنیا میاد، دکتراش هم میگیره بعد. یعنی این دیگه کل دستاوردهایی که میتونسته داشته باشه تون 5 سال، هم مرگ و هم مثلا سال 1915 دکتراشو میگیره و سه تا بچه هم به دنیا میاره و پدر مادرش جدا میشن میمیرن و همه اینا رو مثلا دیگه تون 5 سال اول به صورت کنتراکت کل این اتفاقات زندگی رو کنتراکت برمیداره و همه رو تجربه میکنه. و چند تا رابطه عشقی هم داشته اون موقع، در جستجوی مرد مناسبم بوده دیگه توی اون سال که مثلا بیاد. یعنی پس میبینیم که یه عالمه تعارضات مختلف رو داشته دیگه، از تعارضات عاطفی بگیر در اون سالها تا تعارضات خانوادگی و تجربیات دیگه. خانواده هورنای بعد از جنگ جهانی اول این یه سبک زندگی خیلی پر رونق و خیلی اشرافی و مثلا خوبی رو تو همه شهر داشتن سپری میکردن، یه خدمتکار داشتن و راننده شخصی داشتن. چرا؟ آشو شوهرش وضعیت مالیش خوب بودی، اسکار دکترا گرفته بود و اون موقع 1800 و 1900 و اینا شما فرض کن مثلا در جامعه‌ای که انقدر حالا تخصصگرایی شاید زیاد نبوده، خب این برجسته میشدن دیگه اینا که در اون زمان انقدر در واقع تحصیلات کرده بودن. و بعد برای توی شرکت زغال سنگ هم کار میکرده که زغال سنگ هم اون موقع مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما الان مثلا دکترای مثلا دکترایی داشته باشید و در یک شرکت مثلا نفت کار بکنید. اون موقع زغال سنگ حکم پالایشگاه نفت الان داشته دیگه، یعنی اون انرژی و سوخت جهان اونگونه در واقع تعمیم میشده دیگه، مهم بوده. اصلا خب این باعث شده بود که اینا وضعشون خوب بوده، این وضع مالی اسکار خیلی خوب بود و این هورنای هم خب بالاخره روانپزشک شده بود و خلاصه خدم و حشم و زندگی خیلی خوبی داشتن، علارغم اینکه حالا فرض اون اتفاقات هم تو خانوادهش میفته، ولی سبک زندگی اوکی بوده. تا اینکه این دوران خوب زندگی به اتمام میرسه، تورم و بدبختی و اختلال اقتصادی سال 1923 اینقدر زیاد میشه که اسکار اصلا ضرر میکنه و خانواده مجبور میشن برن یه آپارتمان تو بلی میگیرن، از اون حالت اشرافی بیان برن یه دفعه تو آپارتمان نشینی تو بلی. کارن و اسکار سال 1926 جدا میشن، از هم دیگه جدا میشن، ولی تا سال 1938 طلاق نگرفته بودن رسمی، جدا شده بودن خودشون. خب این اوایل جدایی که از اسکار جدا میشه یکی از ثمر بخش‌ترین دوران زندگی هورنای بود. اولندش که یه عالمه مریض می‌دیده، نگارش داشته، تدریس می‌کرده، مسافرت می‌رفته، سخنرانی می‌کرده، نمی‌دونم بچه‌هاش مراقبت می‌کرده، مقاله‌های مختلفی رو می‌نوشته در رابطه با نظریات فروید، می‌مده مقاله می‌نوشته، فلان می‌کرده و اعتقاد داشته که فرهنگ مسئول بین تفاوت‌های بین مردان و زنانه، نه آناتومی.
یه جون فروید گفته آناتومی مسئول این تفاوت هاست دیگه، جبر زیستی رو در واقع چیز میگن. این میاد میگه نه فرهنگ اینجوری. اول خب زیاد چیز نبود، زیاد هورنای مثلا حالا این موزش رو مثلا اعلام میکرده میگفته فرهنگ و فلان، ولی زیاد هم حالا چیز نبوده نمیچنگه، تا اینکه یه اتفاق مهمی میفته. فروید بهش در واقع توجه میکنه، این یعنی در اون حلقه دانش اون موقع فروید میاد یک نظری رو در موردش جواب میده. فروید میاد اونجا به صورت منفی موضع میگیره در برابر هورنای که آره این چطور به تو چی تو میگی این آناتومی، تفاوت‌های آناتومی و زیستی و اینا که تو نمیتونی این اصلا رد بکنی. میاد اونجا یه موضع میگیره. این موضع فروید باعث میشه که این بیشتر در نظرش راسخ بشه، چون فروید آدم گردن کلفتی بوده، این متوجه میشه که دیده شدم. پس الان چه باعث میشه که هم از یه طرف دیده شدنش، همین که خب یه بزرگی مثل فروید وقتی بهش انتقاد میکنه این متوجه میشه که خب پس احتمالاً من باید در واقع بیشتر روی این موزه پافشاری بکنم. تا چه راسختر میاد شروع میکنه این موزه رو ترویج دادن. خب هورنای سال 1932 یه پستی رو به عنوان یعنی معاونت مؤسسه روانکاوی شیکاگو رو میاد قبول میکنه. پس اینکه آلمان رو ترک میکنه. خب یه عالم عوامل دیگه هم بود که این باعث شد آلمان رو ترک بکنه دیگه. یکی جو سیاسی ضد یهود توی آلمان بود. خب اونها یهودی نبود، ولی این جو ضد یهود و عوامیدی که بعد از جنگ جهانی ایجاد شده بود، چون روانکاوی رو یهودی‌ها ایجاد کرده بودن، اساساً این هم دچار تنش شده بود. یعنی خیلی ها اونجا بهش بچسبایی میزدن که تو رفید این دانش فروید و یهودی‌ها و اینا رو مثلا داری یاد میگیری. بعد خب یه عالمه مخالفت هم با دیدگاهاش میشد دیگه. اونجا مثلا فروید وقتی مخالفت کرده بود با دیدگاه تو، خیلی سخت بود در برابر اون فضای علمی بتونی باش بجنگی. با فروید بخوای بیای مثلا در بیفتی، چون اون یه گردن کلفت خیلی عمیقی بود و خب شروع کنندش این بود دیگه، تو نمیتونی نظریات خودش رو بیای بر علیه خودش مثلا چیز بکنی دیگه، اون همیشه وزنش سنگین تر. در چه یه دلیلش هم این بود. یه مسئله دیگه هم این بود که با خودش فکر میکرد که اگر من برم شاید بتونم دیدگاهام رو در جایی که هنوز اون دیدگاه‌های فروید انقدر روش نکرده راحت‌تر بتونم ارائه. مثلا چه میره یه دو سال شیکاگو. اونجا که میره شیکاگو با مارگارت مید، هاری سکسالیوان، جان دولارد، اینا همه دانشمندان بزرگی بودن که در واقع حالا آشنا میشیم مثلا با سالیوان و اینا نظریاتشون بعدن. با اینا میاد اونجا آشنا میشه. و از همه مهمتر با اریک فروم که خب یک بزرگی گردن کلفتی توی روانکاوی و روانشناسی دنیاست، و زنش فریدا فروم دوست میشه. اونجا رفیق میشه با اون. خب هورنای و فروم توی 10 سال بعد دوستای خیلی صمیمی میشن و تأثیر خیلی عمیقی هم رو هم میذارن دیگه. اینا انقدر با هم دوست میشن که عاشق و معشوق میشن آخرش، اریک فروم و کارن هورنای. خب بعد از 2 سال که توی شیکاگو بود میره نیویورک، یه دانشگاهی اونجا شروع میکنه تدریس کردن و وقتی هم که توی نیویورک اقامت داشت عضو یه گروهی میشه که توی اون گروه فروم و ریچمن و سالیوان و آدمای دیگه ای بودن. یعنی یه وزن وارد بازی بزرگا شده بوده اونجا. خب عضو مؤسسه روانکاوی نیویورک هم میشه و یه کتابی رو مینویسه به نام روش‌های جدید در روانکاوی که New Ways in Psychoanalysis. یه همچین کتابی رو مینویسه که این کتاب باعث میشه که تبدیل به رهبر گروه مخالفین در واقع نظریات مرسوم روانکاوی بشه دیگه. یه دفعه چیز میشه، جریان مخالف رو میاد تولید میکنه. و باعث شد که نظریه غریزه رو در واقع ترک بکنه
و بیشتر بیاد به جای اینکه بر روی غریزه کار بکنه روی خود ایگو و تأثیرات اجتماعی بیاد تمرکز بکنه. یعنی دیگه بیشتر بعد اجتماعی اون غریزه ای که فروید میومد میگفت رو انگار ازش فاصله میگیره. خب سال 1941 از این همین گروه و مؤسسات روانکاوی هم که عضو بود یواش یواش جدا میشه و یه سازمان دیگه ای رو ایجاد میکنه به نام AAP Association for Advancement of Psychoanalysis. یه سازمان دیگه رو بجز اون روانکاوی که اونا داشتن درست میکنه، یه سازمانی رو انجمن مثلا پیشرفت روانکاوی با یه همچی اسم میاد یه چیزی رو درست میکنه و یه هاشاشون نظریه رقیب رو داره پرورش میده. سال 1943 فروم رابطهش با کورنای قطع میشه و دانش از این انجمن میاد بیرون و این باعث میشه که این انجمن وقتی فروم میاد ازش بیرون خیلی آدمای قوی دیگه ای هم که شاید توی این انجمن بودن یواش یواش میان بیرون و این باعث میشه که اون وزنه سنگین این انجمن یواش یواش کاهش پیدا کنه. ولی خب انجمن نام خودش رو ادامه میده دیگه، راه خودش رو میره، منتها اسمش عوض میشه. یعنی وقتی اینا دیگه میان ازش بیرون، این انجمنی که کورنای درش بوده، هورنای درش بوده، کارن هورنای، اسمش میشه مؤسسه روانکاوی کارن هورنای. این اصلا دیگه اسم خودش میشه و دیگه اون سبت خودش رو یواش یواش انگار که شرکت خودش تأسیس میشه. خب هورنای سال 1952 یه کلینیکی رو به نام کلینیک کارن هورنای ایجاد میکنه و این هر دوتا، یعنی هم کلینیک کارن هورنای، همین انجمن روانکاوی، مؤسسه روانکاوی کارن هورنای هنوز هست تو آمریکا ادامه میده. یعنی هنوز این روانکاوان بعدی که پیرو به نظریه کارن هورنای هستن در واقع این رو ادامه دادن. خب هورنای سال 1000 عرض کنم خدمتتون که 950 یک کتابی رو می‌نویسه که این مستر‌پیسشه، یعنی مهمترین اثریه که تا حالا نوشته، به نام روان رنجوری و رشد انسان، Neurosis and Human Growth، با این نام Neurosis and Human Growth میاد همچی کتابی رو می‌نویسه که این دیگه مستر‌پیسشه دیگه، معروف‌ترین کتابشه که مهمترین تجمیع نظریاتش در اونجا در واقع وجود داره. خب حالا دیگه این کتاب درش دیگه نظریاتی رو میومد میداد که دیگه اساساً فقط مخالفت با فروید نبود، دیگه تفکر خودش رو به صورت مستقل داشت ارائه میداد. تا قبلش عموما نظریاتی که میداد مثلا در راستای رد نظریات فروید یا مخالفت بود که آقا مثلا اینجا این غریزه فلان تو ما قبول نداریم، این به این علت به این علت به این علت میاد، مثلا اینجوری انتقادگری میداد. اینجا دیگه انگار که اون خلاقیتش تبدیل به ایجاد یک عامل مستقل از خیشتن میشه. خب در نهایت هم سرطان میگیره و 1952 4 دسامبر 52 از تو 65 سالگی، یعنی خیلی هم عمره میکنه، تو 65 سالگی میمیره اصلا. پس این شد در واقع زندگی هورنای. میخوام این بنده خدا خیلی تلاطم داشته دیگه، از جنگ جهانی بگیر میبینه تو زندگیش تا جدایی پدر مادر و تا تناقض با برادر داشتن و تا مورد نفرت مثلا بچه های ازدواج اول پدر قرار گرفتن و تا جدایی و سه تا بچه آورد، سه تا دختر آوردن و با روانکاوی یک جریان جدید آشنا شدن و کارل آبراهام اینو مثلا روانکاوی کردن و با هر چی سلبریتی که تو اون رشته بوده بالاخره یه رابطه ای داشته، از اریک فروم بگی تا از اونم بقیه رو بالاخره، یا باشون سالیوان و اینا، بالاخره همه اون گردن گلوفتا یا رابطه داشته، دوستی داشته، آشنایی داشته، رابطه عاطفی داشته، یا اینکه بالاخره در تنش بوده همیشه، یعنی یه زندگی پرتلاطمی داشته دیگه، مهاجرت به آمریکا و ارسلان خدمتتون که در نهایت هم با سرطان مردن. یعنی این تجربیات متفاوتی رو این داشت. خب حالا اینا نظریه درآمدی بر نظر در واقع یک درآمدی رو در ابتدا میاد، یک اپروچی رو در واقع میاد به روانکاوی با آشنایی با نظریه فروید آغاز میکنه، نه یواش یواش غریزه و نظریه غریزه فروید رو باش
مشکل پیدا میکنه و میاد تمرکز میکنه روی ایگو، که آقا اصلا این ایگوه که ما باید روش تمرکز بکنیم، و علاوه بر اون اتفاقاتی که در فرهنگ و اجتماع میفته، و این باعث میشه که نظریه روانکاویش رو بیاد ایجاد بکنه. خب حالا توی نظریه روانکاویش به صورت کلی اینو گفتیم که چی میگه دیگه، چی میاد میگه. حالا میگه این خود نظریه روانکاوی اجتماعی دقیقا مثل ادلر، مثل یونگ، مثل کلین، اوایل اینا همشون حالا هوای فرویدی رو دارن دیگه، همشون اون اوایلش اصلا چی اول فروید بود، اینم مثل آدلر و نمیدونم یونگ و کلین و اینا شروع کرد با روانکاوی فرویدی، بعد یواش یواش از اون روانکاوی سنتی فاصله گرفت و یه سری نظریات شخصی رو اومد پرورش داد. خب ببین هورنای مثلا فروید و بقیه نیومد به صورت انحصاری در مورد بیماری ها یا روان رنجوری ها یا مثلا شخصیت های روان رنجور صحبت بکنه، اما در واقع در مثل در رابطه با انسان های سالم بنویسه، بیشتر در مورد روان رنجوری ها نوشت، بیشتر در مورد بیماری ها نوشت تا بیاد آدم سالم رو بخواد تعریف بکنه. ولی خب وقتی میای نظریهشو میخونی میتونی به انسان سالمم ربطش بدی دیگه، چون این بیماری که تو زیاده اون شرایطش نباشه خب پس میشه آدم سالم دیگه، اینا رو مثلا میان اینجوری ازش تعبیر میکنه. اما فرهنگ رو به ویژه تجربیات اولیه کودکی رو در شکلی شخصیت انسان خیلی مهم میدونست، پس انچه در یک نظر با فروید موافق بود که آسیب‌های اولیه کودکی مهمه. اینجوری نبود که از چتر فروید بیان بیرون دیگه، اینا یک قسمتی از بیانات فروید یا اون مفاهیم فرویدی رو همشون از یونگ بگی تا ادلر تا خود کلین و هورنای و اینا جلسات قبلا گفتیم دیگه، یه قسمتش رو میومدن در واقع چیز میکردن. اون ساختمانی که فروید اون موقع درست کرده بود اینقدر قدرتمند بود که اینا نمیشد همش رتون دیگه، اساسا اگه ردم میکردن دیگه خب روانکاو نبودن که اون ارباب میپذیرفتن اول اون چیزا رو که بخوام بیان مثلا بعد حالا یه قسمتاشو چیز بکنه. در حقیقت خب این هم همینجوری بود. این میاد چه کار میکنه؟ این میاد میگه که آقا جان من موافق با همین همه موافق میکنم که این، ولی این نقش فرهنگ و اجتماع مهمتره. پس انشه موافق بود که آسیب‌های اولیه کودکی مهمه، منتها آسیب‌های اولیه رو بیشتر در اجتماع و فرهنگ میدید تا در مثلا اون چیزایی که فروید. خب هورنای تو چند زمینه حالا انتقادش رو به فروید در چند زمینه میاد میده، یعنی این ساختمان فروید رو چند قسمتش رو میاد سنگ پرتاب میکنه بهش، به چند قسمت این ساختمان اعتراض میکنه. اولا میاد میگه که میگه آقا اصلا این اگه باشه ما به صورت قاطع و به صورت مثلا فرض کنید خیلی مرید و مرادی بخوایم از نظریه روانکاوی سنتی دفاع بکنیم، این اصلا باعث میشه که تفکر نظری و اینا از بین بره. یعنی میاد میگه که طرفداری قاطع، یعنی اصلا یک مبحث کل فرای روانکاوی رو بیان میکنه، میگه ما اگه این نگاه انتقادی رو نداشته باشیم میخوام همینجور قبول بکنیم که اصلا فایده نداره که دانش پیشرفت نکنه. بعد مسئله بعدی که میاد میگه که من با نظریات فروید درباره روانشناسی زنانه مخالفم. این صحبت که فروید در مورد ماهیت شخصیت زن و نحوه شکل‌گیری روان زن داره میکنه رو من زیاد بهش اعتقادی ندارم، اون عواملی مثل عقده اودیپ و این چیزها. میگه نه اینجوری هم نیست که حالا فکر کنی شما همه تفکرات زن یا شخصیت زن بر پایه اون عقده اختگی یا عواملی که تو داری میگی شکل بگیره. و در نتیجه مسئله بعدی که بیان میکرد میگه آقا روانکاوی باید اصلا پاشو فراتر از نظریه غریزه بذاره و روی اهمیت تأثیرات فرهنگی تأکید بکنه، چون عامل تأثیرات فرهنگی رو نقشش رو انقدر کمرنگ کردین شما که انگار کسان وجود نداره. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی رو زیاد روش فعال چیز نمی کنید، فوکوس نمی کنید. و میاد میگه که انسان فقط تحت سلطه اصل لذت قرار نداره. اینجوری نیست که انسان فقط تحت سلطه اصل لذت باشه. بلکه دو تا اصل
دو اصل هدایت کننده ایمنی و خوشنودی بر اون حاکمه. ایمنی و خوشنودی، یه این دوتا اصل بر انسان حاکمه، نه اینکه غریزه فقط تحت سلطه اصل لذت باشه. پس در واقع این چیزیه که میاد بیان میکنه و ادعا میکنه که روان رنجوری ها، این بیماری ها و اختلالات روان رنجورانه حاصل غرایز نیستن، بلکه نتیجه تلاش برای پیدا کردن مسیرهایی هستند در این دنیای پرمخاطره، در این دنیای ناشناخته. اون آدم مسیرها، خودش میاد میگه که تلاش برای یافتن مسیرهایی در صحرای پر از مخاطرات ناشناخته است. خودش میاد اینجوری میگه، میگه روان رنجوری و بیماری نتیجه این تلاشه. خب یعنی انگار که یک مسیر ناهمواری وجود داره در زندگی، زندگی رو به یک صحرایی تجربه میکنه و روان رنجوری به واسطه تلاش برای پیدا کردن یه مسیره که حالا اینا یه مسیر اشتباهی رو مثلا پیدا کردن و در انچه باعث این اتفاق شده. یعنی من میگه که it's not a result of instinct، نتیجه در واقع غرایز نیست، but rather of the person's attempt to find path through a wilderness full of unknown dangers. میگه این تلاش انسان برای یافتن راهش در این دنیای پرمخاطره، به خاطر همینه که این روان رنجوری ایجاد میشه، نه اینکه غرایز فقط مهم باشه. خب فروید مثل بقیه از فروید انتقاد میکرد، اما اون تفکرات فروید رو به صورت کلی قبول داشت. کاری با مشاهدات و نظریات فروید نداشت. میگفت این تعبیرهایی که در واقع فروید داره میگه و اون عواملی که داره میگه در بعضی از جاها مثلا میتونه تغییر کنه یا اونجوری که اون میگه نباشه، چیزهای دیگه هم باشه، نه اینکه حالا کلن بخواد اون مجموعه رو بریزه به هم. و بعد اعتقاد داشت که این فروید اساسا یه نگاه بدبینانه‌ای رو داره به انسان نشون میده و میتونه نگاه های دیگه هم وجود داشته باشه. درنچه نظر هورنای در برابر فروید یک نظر خوشبینانه است و عموما بر نیروهای فرهنگی بیشتر تأثیر داره، چیز شده دیگه، فوکوس شده تا فروید. فروید یک دید زیستی داشت دیگه، دیدی که تحت تأثیر فلاسفه و افرادی مثل لامارک و داروین و نمیدونم هابز و کسانی که قبلا در واقع در فلسفه و به ویژه دنیای زیستی و جبر زیستی اون موقع رشد کرده بودن و خب نظریاتی مثل نظریات داروین اون موقع رشد گرفته بود، همه چی ریشه زیستی داشت پیدا میکرد، علم داشت مثلا به هر چیزی پاسخ میداد. خب فروید تحت تاثیر اون در واقع عوامل بود و هورنای میاد میگه که نه، این نگاه بدبینانه یا این نگاه زیستی که غرایز همه چی رو داره تعریف میکنه، این نمیتونه همه جنبه های انسان رو توضیح بده. خب پس انچه این عوامل ژنتیکی رو نادیده نمیگیره، اما خب تاکید میکنه که تاثیرات فرهنگی بسیار مهمه برای رشد شخصیت. خب میاد میگه که آقا این فرهنگ مدرن بر اساس رقابت بین افراد استوار شده دیگه، یعنی هر انسانی به صورت بالقوه یا اصلا اساسا به صورت واقعی رقیب یه انسان دیگه است در زندگی. اونا میگه این اصلا فرهنگ بر اساس رقابت، شما از بچگی که به دنیا میای بالاخره یا با خواهر برادر رقابت کنی یا با برادره یا با اون یکیه، تو مدرسه با بچهای دیگه، تو کوچه با اون یکی، سر کار با این، همش فرهنگ اصلا بر پایه رقابت. شما همه انسان‌های دیگه به صورت بالقوه یا به صورت واقعی در بعضی از موارد مثل خواهر برادر و همکار و اینا رقیبتون. خب این رقابت جویی و این بیسیک هاستیلیتی که ازش صحبت میکنه، یعنی اون خصومت بنیادین، بیسیک هاستیلیتی و رقابت جویی، در این چه ایجاد میشه.
پس این میاد میگه چی؟ میاد میگه آه، هر این جمله کلیدی نظریهش دیگه، که هر انسانی به صورت بالقوه رقیب انسان دیگری است. همه آدم ها به صورت بالقوه رقیب شما میگه. آره تو شاید نشناسی اصلا اون آدمی که الان داره در 4 تا خیابون اونور زندگی میکنه، ولی بالاخره اونم رقیب توه. اون اگه یه روان درمانگر، روان پزشک، روان شناس در حرفه تو باشه، رقیب تو. همه آدم ها بالاخره یه جورایی رقیب هم هستن. و در نتیجه این رقابت جویی باعث میشه یه خصومت بنیادی ازش ایجاد بشه دیگه. یه بیسیک هاستیلیتی اصلا ایجاد میکنه، خصومت بنیادی رو ایجاد میکنه که همه اینا منجر به احساس انزوا میشه دیگه. اینا آیزولیشن، فیلینگ آف آیزولیشن رو ایجاد میکنه، یعنی یک احساس در واقع انزوایی رو میاد ایجاد میکنه. خب این احساس ها میگه باعث میشه تنها باشی، تو احساس تنهایی رو تجربه بکنی و در نتیجه تلاش بکنی که محبت بیشتری رو دریافت بکنی. نیازت برای دریافت محبت بیشتر میشه. پس اینجا این اصلا اساسا باعث میشه که این دنیای رقابتگونه هی باعث میشه که تو خصومتت بره بالاتر، چون هی یارم رقیب داری باید باشون مبارزه بکنی. این فرایند باعث میشه که تو هی احساس تنهایی بیشتری میکنی، میگی با من با اینم باید رقابت کنم، با اونم با همه این مثلا ما... پس من هی تنها از بچگی با خواهر برای رقابت کنم برای محبت پدر مادر تا بزرگ شد. و این فرایند میگه باعث میشه که تو هی در نتیجه احساس نیازت به عشق و محبت بیشتر میشه و اساساً اصلا عشق و محبت رو بیش از نهایت ارزشمند میبینی، تا جایی که خیلی از آدمها اساساً عشق و محبت رو حلال همه مشکلات میبینن. شما برنامه میگه نگاه بکنید به این نگاه افراطی که به عشق و محبت در دنیا وجود داره، که آقا با عشق و محبت همیشه حل میشه. این یه همچین نگاهی رو اگر شما دقت بکنید وجود داره دیگه. یه عرض کنم خدمتون که بشر انگار اصلا یه جور نگرش ارزش گذارانه به عشق و محبت داره، یه جور نگرشی داره که انگار که این عشق و محبت کلید همه مسائله. خب تبلورش رو شما در چیز میبینید دیگه، در ادبیات میبینید، در جای مختلف میبینید که آقا این عشق محبت همه چی رو حل میکنه، مهربانی همه چی رو حل میکنه. ضرب المثل ها رو شما میبینید، یه ضرب المثل مثلا چینی هست میگه غذایی که با عشق برای دو نفر درست شده باشه 4 نفر رو سیر، یعنی کار کردش بیشتر میشه. میگه مثلا یا در فرهنگ خودمون دیگه میگن آقا محبت مثلا چیزی که در جامعه ما الان وجود داره، محبت آدم دیگه مثلا هم دیگر دوست ندارن، مثلا نمیدونم عشق اسطرلاب اسرار خداست، حافظ مثلا میاد میگه. خب شما میبینید که این رو در همه جا میای چیز میکنی دیگه، این در واقع میاد میگه که این به واسطه در واقع که یه به واسطه این پدیده است که این ارزشمندی محبت و عشق و احساس نیاز به این ماجرا اینقدر در جامعه رفته بالا، که عشق باعث میشه که به قول سعدی، شعری داره سعدی میگه عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود، هر که بر چهره از این داغ نشانی داره. هر آدمی از این داغ انگار یه نشانی داره در زندگی خودش. به قول سعدی اینقدر مهم شده. چرا این اینقدر مهم شده؟ خب پرنای میاد میگه که به واسطه یه عرض کنم خدمتون این به این واسطه اینقدر مهم شده، چون که انسان‌ها در فرایند این اجتماعی که ایجاد شده، در فرایند این جامعه مجبور شدن رقابت بکنن. رقابت بیش از حدی که اینا به هم کردن، این رقابت بیش از اندازه‌ای که اینا داشتن، خب این رقابت باعث در واقع این شده که
نیازشون به محبت هی بالاتر رفته. این اتفاقی بودی که افتاده. پس انچه این چیزی که در مورد چیز داره میگه، در مورد این از فرام خدمتون فرهنگ داره میگه، میگه فرهنگ اینگونه داره تأثیر میذاره. فرهنگ باعث شده که ما به واسطه رقابت بیش از حد هر انسانی رقیب بالقوه ما شده و در نتیجه ما هی در فرایند رقابت با دیگری نیروهای اون خصومت بنیادین رو هی بیشتر اومدیم تجربه کردیم. این خصومت بنیادینی که ما اومدیم هی تجربه کردیم باعث شده که ما احساس انزوای بیشتری رو پیدا بکنیم، چون متوجه شدیم از انسان‌ها از تنها بلا میاد دیگه، رقابت میاد. تلاخو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه. این تنها تر کرده ما رو دیگه، متوجه با این بار رقابت کنیم با اون رقابت همه دشمنن. خب این در واقع باعث شده که ما هی نیازمون به این ماجرای عشق و علاقه رفته بالاتر بیشتر شده و در اینجا خب احساس تنها بودن باعث تشدید نیاز به محبت میکنه. پس این خیلی نکته مهمیه. پس اگر شما در جواب میبینید که هی ترویج عشق میشه، هنای میگه تنهایی درش خیلی تشدید شده در اونجا که اینقدر ترویج عشق میشه. خب پس هنه چون میاد چون میگه اصلا دیگه اینو فکر میکنن که آقا این عشق فکر میکنن که دیگه محبت دیگه کلید حل مسائله. خب شما زندگی خوشم یادتون باشه دیگه، همش دنبال عشق میگرش از بچگی، بابای دوست هم داشته باشه، خانواده اونوری زن بابای اینا رو لعن و نفرین میکردن، اونجا باید عشق اونجا پیدا میکرد، بعد بزرگتر میشه میبینه پدر مادر هم عشق ندارن، جدا میشن از هم دیگه، ازدواج میکنه با اسکار، اونجا هم پیدا نمیکنه عشق و میره دنبال آدمای، یعنی زندگی خودش هم میبینه که این بنده خدا همش در جستجوی ماجرا هم بوده دیگه. و میگه این باعث میشه که شما یک زمینه ای رو برای روان رنجوری پیدا میکنید، یعنی دیگه حالا شما آماده ای که یک روان رنجور بشید. خب عرض کنم خدمتون که اینگونه میاد تبیین میکنه و حالا میاد میگه که وقتی شما این نیاز شدید رو پیدا میکنی، این میل به عشق و علاقه رو در خودت پیدا میکنی که بخوای تنهایی رو حل بکنی و خصومت بنیادین و اینا رو پیدا بکنی، این تلاش هایی که تو میکنی تلاش هاییه که باعث به شکستن خودت میشه، باعث از بین رفتن خودت میشه، عزت نفست رو میاره پایین، خصومتت رو میبره بالا، بیسیک انگزایتی یا استراب بنیادینت رو افزایش میده و رقابت جوییت رو بیشتر میکنه و باعث میشه که شما همش دوم در جد نیازت به عشق و محبت و فلان باشه. این اتفاقی که میبرد میفته. خب پس اونها میاد میگه این جامعه غرب و یا فرهنگی که الان داره در جامعه ما رخ میده به شیوه های مختلف کمک میکنه به این چرخه. خب اولا داشت که این افراد تو این جامعه هی یاد میگیرن که محبت خیشاوندی و نمیدونم فرا تواضع و فروتنی و اینا رو مثلا یاد میگیرن که خب اینا با پرخاشگری و نمیدونم برتر بودن و اینا تناقض داره دیگه. میگه این جامعه میاد نظر اخلاقی و نظر فرهنگی هی ترویج میکنه که آقا همدیگر رو دوست داشته باشین، محبت داشته باشین، تواضع کنید، فروتنی کنید. میگه اینا چیزایی که نظر اخلاقی به بچه‌ها شما یاد میدین از کودکی به مردم میگید، از این طرف جامعه رو یه جوری درست کردید که آقا برتر باش، رقابت کن. میگه خب چجوری این چجوری میتونه هم تواضع کنه هم فروتنی داشته باشه، هم نمیدونم محبت خویشاوندی داشته باشه، هم از این ور بیاد مثلا برتر بودن و پرخاشگری و برنده شدن و سایق همواره یکی برنده بودن و اینا رو بیاد در خودش روش بده. برای اینکه اینا رو روش بده بعد با اون چیزایی که شما دارید تبلیغ میکنی تضاد پیدا بکنه دیگه، تعارض داشته باشه. از طرف دیگه این توقعاتی که جامعه برای موفقیت و پیشرفت داره انقدر بی نهایته، اصلا به انتها نمیرسه. به محض اینکه شما یه هدف رو بهش نائل میشی یه هدف دیگه میاد دنبالت، اصلا نمیشونی درگیسه. پس این چی داره میگه؟ اولا شما در فرهنگ ترویج میکنی، مثلا یه مثال ساده براتون بزنم، در فرهنگ شما ترویج میکنی که نباید مثلا بیشتر از نیم متر بپری، مثلا اگر پات رو زمین نباشه کار بدی کرد،
بعد از این طرف شغل به اینا میگی باید پرواز کنی. دوین تعارض دید. تضاد داری ایجاد میکنی. تو از این یه فرهنگی رو داری ایجاد میکنی که شما مثلا اگه کف پات از زمین بیاد بالا گناه بده، زشت، جامعه دوست نداره. از این ور وقتی اینا میخوان برن شغل پیدا بکنن میخوای بهشون بگی خب پرواز شو. پرنده باشین. میگه شما در جامعه دارید یک فرهنگی رو ترویج میکنید مبنی بر اینکه مادر تو دوست داشته باشه، بابا تو دوست داشته باشه، عشق داشته باشه، همسایه رو دوست داشته باشه، نمیدونم فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. یه چنین چیزی رو داری پرورش میکنی. خویشاوند تواضع داشته باشه، فروتن باشه، انقدر مثلا خودتو چیز نکن. یادتون باشه دیگه اونا در چه سالی دید. اون موقع فرهنگ هم عمیق‌تر بوده توی روابط خانوادگی. غرب اون موقع هم مثل غرب الان نبوده، بنیان‌های خانوادگی و اینا خیلی عمیق‌تر بوده دیگه. این تواضع و فروتنی و یعنی اینقدر فرد محوری اینقدر هم شاید زیاد تبلیغ نمی‌شده. خب در چه میگی شما اینا رو دارید میگی، این محبت و خویشاوندی و اینا رو داری ارائه میدی، از این طرف جامعه رو یه طوری کردی بهش میگی بیا رقابت کن. میگی چجوری میتونه هم فروتن باشه هم شاگرد اول مدرسه باشه، چجوری میتونه هم متواضع باشه هم همه رو دوست داشته باشه هم مثلا بیاد رقبا رو از صحنه به در بکنه. میگه این یک تعارض رو داره در روان آدم ها ایجاد میکنه، این تعارض ایجاد میکنه. از طرف دیگه جامعه میگه این توقعاتش اصلا تموم نمیشه، شما هر دستاوردی که داری اینجا تو مدرسه اول شدی میگه خب بارکه حالا با بردی دانشگاه اول، دانشگاه اول میشه میگه حالا تو شغل اول شدی، شغل اول شدی میگه حالا مثلا فلان کار بکن. اصلا تو توقعات جامعه به اتمام نمیرسه. از طرف دیگه میاد جامعه میگه شما جامعه غرب میاد میگه به آدم ها شما آزادین، شما آزادین سخت کوشی بکنید، تلاش بکنید تا بتونید برسید به اون چیزهایی که میخواید. اما عوامل ژنتیکی، حال زن باشی یا مرد، سیاه باشی یا سفید، یاد باشه که هورنای در چه زمانی بود دیگه. از زمانی که در آمریکا رفته بود هورنای، خب سیاه ها هنوز انقدر آزاد نبودن، نمیدونم زن ها انقدر فلان نبودن تو اروپا، خیلی پزشکی نمیتونست بکنه زن. شما چه بکنید مثلا در این شرایط زندگی کردید. خب این میاد میگه که خب شما میگی جامعه آزاده، ما آزادیم. از یه طرف میگه که شما آزادین که سخت کوشی کنید و هر چیزی که میخواییم به دست بیارین. از یه طرف دیگه خب ما میبینیم که عوامل ژنتیکی باعث میشه آزادی سلب بشه. من زن باشم یا سیاه‌پوست باشم یا آسیایی باشم یا فلان باشم تغییرات میشه، جایگاه اجتماعی متفاوته. خب یادتون باشه که این زمانی بود که جنگ جهانی و یهودی‌ها رو میگرفتن میکشتن و اینا، میدید دیگه همه این تناقضات رو. از یه طرف دیگه رقابت شدیدی ایجاد کردیم، اینا که محدود کننده آزادیه. پس این چیزی که شما دارید میگید به عنوان آزادی، این از کجاتون در آوردین؟ این غیر واقعی. پس این چیزی که شما دارید میگه این تضادها، حالا خیلی نکته جالبی میگه، اینا همین داستانا رو داره میگه، میگه حالا این تضادها همه تأثیرات فرهنگی دیگه، تأثیر زیستی نیست که. تعارضاتی که شما دارید در درون روان یک انسان ایجاد میکنید، این اینتراسایکیک کانفلیکت هایی که کارن هورنای میگه، اینا سلامت روان انسان ها رو تهدید کرد و باعث شده که این بدبخت ها مسیرهایی رو برای روبرویی با این تعارضات یا اینتراسایکیک کانفلیکت ها پیدا بکنن. اسم این مسیرها رو آره شما میذاری روان رنجوری، میذاری بیماری. این پس در واقع چیزیه که داره هورنای بیان میکنه. خب پس ببینید تأثیر فرهنگ رو هورنای اینگونه میاد تبیین میکنه. تأثیر فرهنگ رو کارن هورنای میگه اینگونه ایجاد میشه که شما تعارضی رو در جامعه ایجاد میکنید که این تعارض منجر به روانرنجوری میشه. از یک طرف بستری رو در جامعه درخواست میکنید که عشق و علاقه و فلان و ایناست، از طرف دیگه مفاهیمی مثل تو آزادی که بتونی پشتکار داشته باشی به چرشی میخوای برسی رو تولید میکنی، از این طرف یه عالمه تناقضات رو تولید کردی و اینا باعث شده که روان انجلی شد بشه. مفهوم بعدی که در واقع هورنای گفتیم بهش میپردازه اون اهمیت دوران کودکیه دیگه. گفتیم تجربیات دوران کودکی رو هورنای مهم تلقی میکنه. هورنای اعتقاد داره که این تعارض روان رنجور میتونه در هر مرحله رشدی ناشی بشه. هر زمانی از زندگی شما میتونید این تعارض رو کسب کنید.
اما مهمترین دوره کودکی که اکثر مشکلات ازش در میاد. شما میتونید در سن فعلی تمایل تعارضاتی رو داشته باشی و گرفتاری هایی رو ایجاد بکنی، ولی این عرض کنم خدمتتون که کودکی مهمتری، رویدادهای آسیبزا که در کودکی رخ میده، مثلا سوء استفاده های جنسی، کتک خوردن، طرد شدن آشکار، پدر مادر شما رو به صورت آشکار اگر طرد بکنن یا اطرافیانتون، بی توجهی، ایگنور شدن، همه اینا تأثیراتش رو بر رشد کودک میذاره و در نتیجه باعث میشه این تجارب گرفتاری برای شما ایجاد بکنه. خب عرض کنم خدمتتون که اورنای میاد میگه که همه این تجربیات ناراحت کننده، پس ببین تمامی تجربیات بدی که کودک در کودکی تجربه میکنه تأثیر میذاره روی شخصیت و روانش در بعد. اونها اینو اعتقاد داره بهش مثل فروید. اما میاد میگه این رویدادها مثلا حالا هرچی هست، سوء استفاده جنسیه، کتک خوردنه، نمیدونم طرد شدنه، بی‌توجهی، همه اینا، میگه همه اینا تاکید میکرده که همه اینا، این تجارب ناتوان کننده، همشون در واقع به واسطه فقدان صمیمیت و محبت ایجاد میشه، صمیمیت و محبت واقعی. همشون میگه اینا به این علت ایجاد میشه. خب یادتون باشه که خود اونای از پدرش یاد دیگه گفتیم که اونای پدرشون زیاد بهش محبتی نمیکرده، رابطه نزدیک با مادرش خب و اون رابطه بعدش با پدرش، اینا همه تاثیر داشته روی رفتارش. پس انشان اونای اعتقاد داشته که یک کودکی دشوار ریشه اصلی نیازهای روان رنجور، یعنی شما نمیتونی یه آدمی رو ببینید که دچار روان رنجوریه از نظر هورنای، یک اختلال و یا یک روان رنجوری داره و کودکی دشواری رو پشت سر نگذاشته. هر چقدر این کودکی پر آسیب‌تر، اون روان رنجوری عمیق‌تر. خب حالا چرا میگه این در واقع هورنای میگه این کودکی دشوار دلیل اصلی نیازهای روان رنجوره؟ پس دیگه یه چیزی درست میکنه به نام neurotic needs، میگه این نیازهای روان رنجور ریشش تام کودکیه دیگه. خب حالا میگه این نیازها به چه علت دارن ایجاد میشن؟ چرا اصلا قدرتمند شدن؟ چرا رشد کردن در شخصیت یک کودک؟ چون تنها وسیله ای هن که کودک میتونه باهاش احساس ایمنی بکنه، یعنی تنها راهش اینه که روان رنجور بشه که بتونه ایمن بشه، احساس ایمنی پیدا بکنه، بتونه از اون فضای بدبختی که درش ایجاد شده در نجات بده خودشو. تنها راهش اینه. خب حالا البته اونای میاد میگه که یک تجربه منفرد اولیه مسئول شخصیت بعدی ما نیست، یعنی فقط این تجربه باعث فلان شده، مجموع اینها، یعنی به صورت کلنگر مجموع اتفاقاتی که در کودکی داره میفته منجر به این میشه که شما یک تجربه در واقع نامناسب رو در واقع بیاین داشته باشین و یک شخصیت روانرنجور داشته باشین. پس میگه کل تجربیات کودکی ساختار در واقع شخصیت رو ایجاد میکنه. پس اینکه مثلا فرض کنید شما در 2 سالگی اتفاقی برات افتاده باشه، بگی آقا الان رفتار من در 18 سالگی فقط به واسطه اون، نمیگه این کل این ماهیت کودکی تو شالوده شخصیت تو رو بعدن ایجاد میکنه. پس کل روابط اولیه رشد شخصیت رو شکل میده. در این چه؟ نگرش های بعدی که ما نسبت به بقیه آدم ها داریم، ببین این جملهش خیلی مهمه، نگرش های بعدی که ما نسبت به آدم های بعدی داریم تکرار نگرش های بچگانه ما نیستن، بلکه از یک ساختار شخصیتی دارن ایجاد میشن که پیریزیش تو کودکی شده. خب اصلا چی میگه؟ میگه اون تجربیات کودکی پیریزی میکنن شخصیت بعدی شما رو. حالا
این تجربیات میتونن تاثیرات مهمی داشته باشن و اعتقاد داره که تجربه کودکی شما تاثیرات مهمی در زندگی داره، در نگرش شخصیت داره و مسئول اصلی در واقع این رشد شخصیت ما. به هر حال اعتقاد داره که افراد و آدم هایی که به صورت فلکسیبل در واقع میان به صورت انعطاف پذیر هستن، اینا مشکلاتشون کمتره. اما آدمایی که به صورت انعطاف ناپذیر الگوهای رفتاری رو تکرار میکنن، اینا به این علت این کارو میکنن که میخوان تجربیات جدید زندگی رو یه جوری در واقع ایجاد بکنن، تعبیر بکنن که با اون الگوهای ثابت گذشته همخوانی داشته باشه. اینا در واقع شالوده شخصیتشون طور ایجاد شده که دائما تجارب کودکیشون شکل میده اتفاقات در واقع روانی که داره در زندگیشون رخ میده. خب مسئله بعدی که در واقع اوهرنای میاد مطرح میکنه، یعنی این مفاهیمش رو که میاد میبینی، گفتیم که خب هم تجربه کودکیش هم پس اهمیتش رو گفتیم، میره عاملی به نام بیسیک هاستیلیتی و بیسیک انگزایتی رو تعریف میکنه. یادتونه که در خلاصه نظریش گفتیم که اعتقاد داره که هر کسی زندگی رو با استعداد رشد سالم شروع میکنه، یعنی بچه هم سالم، اما این بچه‌هایی که به دنیا میان که با استعداد رشد سالم رو دارن، مثل بقیه موجودات در دنیا یک محیط سالمی، شرایط سالمی هم میخوان که رشد کنن. اگر این شرایط سالم رو در محبت، محیط محبت آمیز و صمیمانه اینا میبینه دیگه، میگه اگر این رو داشت، این محیط رو داشته باشن، اینا خب یه رشد سالم میکنن. اما اگر محیط سالم نباشه، خب اینا دچار مشکل میشن. اگر محبت واقعی و انضباط سالم رو، نظم سالم، ثبات سالم رو در واقع چیز نکنن، تجربه نکنن، دچار مشکل میشن. اگر تجربه بکنن، احساسی پیدا میکنن که بهش میگه ایمنی و خوشنودی. اگر همچین چیز رو تجربه کنن، اینا احساس ایمنی و خوشنودی رو پیدا میکنن. یک سیفتی و ستیسفکشن رو در واقع میاد میگه تجربه میکنه و در نتیجه و امکان رشد کردن رو مطابق با خود واقعی و نمیدونم شرایط طبیعی داره. اما اگر تأثیرات شرایط محیطی مناسب نباشه، اینا درست سرمون نباشه، محبت درست سرمونی نگیرن، پدر مادر ایگنورشون کنن، اینا رو نادیده بگیرن، والد بی اهمیت باشه بهشون، اینا باعث میشه که در نتیجه بچه هاشون مورد سلطه‌گری و بیتوجهی و حمایت های مثلا یا از اون وره بوم بیوفن، حمایت افراطی و طرد شدن و یا مثلا از این لوس شدن و اینا قرار بگیرن. خب این باعث میشه که نیاز کودکان به ایمنی و خوشنودی برآورده نشه. وقتی این نیاز کودک به خوشنودی و عرض کنم خدمتون که ایمنی برآورده نشه، چی ایجاد میشه؟ خصومت بنیادی رو پرورش میده. خب پس ببینید چی داره میگه. میگه اون بیسیک هاستیلیتی به علت اون خصومت بنیادین، به علت ارضا نشدن نیازهای کودک ایجاد میشه. نیاز کودک چیه نظر هورنای؟ سیفتی اند ساتیسفکشن، خوشنودی و ایمنی. کودک احساس ایمنی بکنه، یه ثباتی داشته باشه، خوشحالم باشه دیگه. اینا اگه داشته، اینو اگه نباشه، احساس خصومت میکنه نسبت به والدین و اطرافیانش که شما چرا این نیازهای منو ارضا نمیکنید. اما خب این خصومت رو به صورت خشم نشون نمیده، همیشه زورش نمیرسه، توانش رو نداره. عوضش این خصومت رو سرکوب میکنه نسبت به والدین و اصلا آگاهی ازش نداره. این خشونتی که سرکوب شده تبدیل میشه به یک احساس عمیق ناایمنی، یک احساس عمیق خوشنود نبودن، که این احساس عمیق ایمن نبودن، خوشنود نبودن، فرایندی رو ایجاد میکنه که بهش میگه بیسیک انگزایتی، استراب تولید میکنه، استراب بنیادین تولید میکنه. یعنی خود هورنای چی میاد میگه؟ میگه احساس منزوی و درمانده بودن
در این دنیایی که به صورت بالقوه متخاصم در واقع پنداشته میشه منجر به تولید اضطراب بنیادین میشه. خب. پس میاد میگه اضطراب بنیادینی که کودک تجربه میکنه در جندن چه یه احساس بی اهمیت تلقی شدن، کوچک تلقی شدن، درمانده بودن، رها شدن، یه همچین احساسی پر از سوء استفاده و تقلب و دنیا پر از تهاجم و به من تحقیر میشه، خیانت میشه، همین احساسای بد داره تجربه میکنه. اینا باعث میشه که این خصومت شکل بگیره. پس درنچه این تکانه های خصمانه منبع اصلی اضطراب بنیادینه. یعنی روند تفکر شما تا ایشون میگه شما یه اضطراب بنیادی دارین چون این اضطراب به علت یک خصومت بنیادین یه بیسیک هاسیلیتی میاد. بیسیک هاسیلیتی به این علت میاد که نیازهای اولیه اون نیازهای اساسی تو پاسخ داده نشده. نیازهای اساسی تو چیه؟ سیفتی و ساتیسفکشن، خوشحالی و در واقع خوشنودی و ایمنی، اون رضایت. اینا رو ایمنی و رضایت رو نداشتی. وقتی این دوتا رو نداشتی خب این چرخه ایجاد شده. اینا رو نداشتی احساس خصومت میکنی نسبت به والدینت، خصومت رو میای سرکوب میکنی چون جرئت نداری، نمیتونی به این راحتی ارائه بدی و در نتیجه یه اضطراب بنیادین رو داری پیدا میکنی. خب مثلا مثالی که خود هورنای میاد تو کتاب میش میزنه میگه مثلا یه مرد جوونی میره با یه زنی عاشق یه زنی میشه، اینا میرن کو. ولی این خصومت سرکوب شده ای که این مرد داشته باعث میشه که نسبت به این زن حسادت بکنه. وقتی از یه گذرگاهی میگه رد میشدن یه دفعه یه حمله اضطرابی شدید بهش دست میده، ضربان قلبش تون میشه، تنگی نفس پیدا میکنه، این اتفاقات میفته به صورت ناهوشی. ولی خب باعث میشه که این زنه رو هول بده، پرتش کنه مثلا پایین. این خصومت رو اینگونه میاد نشون میده یه دفعه. خب توی این موردی هورنای میاد میگه میگه این خصومت بنیادین این مرد منجر به یک استراب شدید شد و یک رفتاری رو مثلا تولید. حالا بچه‌هایی که در از کودکی نسبت به والدینشون احساس تهدید میکنن، احساس مثلا تنهایی میکنن، همواره برای دفاع در برابر این تهدید باید یک دفاعی تولید بکنن دیگه، یه خصومتی رو پرورش بدن. این خصومت هی استراب رو بیشتر میکنه و در نتیجه یک چرخه ای رو تولید میکنه که دیگه این چرخه ای تکرار میشه، یه چرخه تعاملی بین خصومت و استراب رو ایجاد میکنه. خب حالا البته خود هورنای اعتقاد داشت که اصلا اهمیتی نداره که کدومی که اول استراب عامل اصلی بود یا خصومت، مهم اینه که هست دیگه. مهم اینه که تاثیر اینا میتونه باعث بشه یه تعارض رو در فرد ببره بالا، تعارضات فرد رو افزایش بده و در نتیجه روان رنجوری رو تشدید بکنه. خب بیاتون باشه پس ببینید این اضطراب بنیادین خودش روان رنجوری نیست، یه خاک حاصل خیزیه که هورنای میگه که میتونه روان رنجوری رو پرورش بده. این اضطراب بنیادین وقتی مداوم بشه، همواره وجود داشته باشه، میتونه یواش یواش شروع کنه به ایجاد شدن. یه اضطراب دائمی رو شما ببینید فرد داره ایجاد میکنه و یا در بعضی از موارد مثل مثالی که مثلا هورنای میزنه که مثلا در این کوهه یه دفعه مثلا اونو پرت کرده یا نه در اتفاقات دیگه حتما قرار نیست دیگه پرت کنید، اینا میتونه تعارضات رو بیاره در سطح روانتون و دچار تنش بکنه. مثلا شما سر امتحان همش اتفاق میتونه یه برهه هایی میبینی اینا یه دفعه مثلا میان بالا هنگام مثلا امتحان دادن، سخنرانی کردن، یه فنی استراب میاد بالا. این استراب وقتی اونجا اومده بالا میگه این خصومتی اونجا بوده دیگه قبلش و یواش یواش به همه روابط شما با دیگران میتونه نفوذ بکنه و منجر به ایجاد روش های ناسالم در واقع روبرو شدن با دیگران بشه. خب این هورنای پس میاد حالا این روش‌های ناسالم برای کنار اومدن با این استراب رو ارائه میده. این روش‌های ناسالمی که این روش‌هایی که میاد میگه رو در قالب 4 تا روش کلی میاد ایجاد میکنه. اولش میاد
چهار تا روش کلی رو اول میاد بیان میکنه که افراد با این چهار روش، این مکانیزم های دفاعی، با این چهار تا شیوه سعی میکنن خودشون رو در برابر اون احساس تنهایی که توی این دنیای مثلا گفتیم بالقوه وحشی و بد و منفی وجود داره حفاظت بکنن دیگه. چهار تا روش رو مندون اولیش رو میگه چی؟ میگه افکشن، محبت. درست خواهی میکنم. من میتونم قبل از این چهار تا روش سوال ازتون بپرسم؟ بله خواهش. شما فرمودین که خصومت باعث ایجاد استراب میشه، درسته؟ خصومت بنیادی، اون بیسیک هاستیلیتی که کاربونایی، یعنی هر سری که ما استراب داریم ریشهش توی خصومته، یعنی ممکنه که آره. یک از نظر بعد این هورمون خصومته خب بعد این خصومته از یک استراب سرکوب شده میاد؟ نه، خصومت از چی میاد؟ از یک استراب سرکوب شده استراب محصول خصومت، یا یک خصومت نیازه؟ نیازی از آها، نیاز، از یک نیاز سرکوب شده، از یک درسته؟ نیاز نه، دو تا نیازه. دو تا نیاز است که چه کاربون نیاز میگه، یکی سیفتیه، یکی ساتیسفکشن. میگه یعنی یک کودک نیاز به محبت، نیاز به ساتیسفکشن، رضایت و خوشنودی، و نیاز به سیفتی رو داره دیگه، امنیت و ایمنی رو داره. کودک در فرایند رشد اگر در تعامل با اجتماعی که درش داره رشد میکنه، حالا به ویژه پدر و مادر و والدین و اونایی که دارن رشدش میدن، اگر این امنیت، سیفتی، امن بودن، احساس سیف بودن و ساتیسفکشن و خوشنودی رو نداشته باشه، خب عرض کنم خدمتون که دچار بیسیک هاستیلیتی میشه، دچار خصومت اولیه میشه، خصومت بنیادی میشه. چرا خصم دچار خصومت میشه؟ بله خب یه ارثی داره دیگه، ارث تا ارث باباشو طلب داره بهش نداده. چه ارثی طلب داره؟ امنیت و ساتیسفکشن رو طلب داره، اینا رو بهش نداده. وقتی اینا رو بهش ندادن، این دچار خصومت میشه. خب این خصومت یعنی چی؟ یعنی الان من فرض کنم که شما الان به عنوان مثال اومدید در یک کلاسی شرکت کردید، خب انتظار دارید که یه چیزی یاد بگیرید مثلا. حالا تصور کنید که من به شما چیزی یاد نمیدم، مثلا بازی میکنم باهاتون، حرف میزنم، صحبت میکنم، خاطراتم میگم، شما یه خصومتی رو نسبت به من اینجا پیدا میکنید. اما در این حال من مرکز قدرتم، مثلا من دانشگاه برم، استاد دانشگاه، مثلا درستون هم یه درس مهمه، مثلا چند واحدیه، شما اینجا جرئت نداری حرفم بزنی، اخراجت میکنی. پس این پرخاشگری اون خصومت رو مجبوری سرکوب کنی. همین اتفاق داره بر کودک میفته، اینو میت سرکوبش میکنه. سرکوب این ماجرا منجر به استراب میشه دیگه، منجر به بیسیک انگزایتی میشه، منجر به استراب میشه. حالا شما سرکوب شدی، الان تو همین کلاس خودمون فرض کنیم سعیم شده افتاده، شما زورت هم نمیست، فرق سرکوب هم شدی، میای این خشم تو سرکوب میکنی. حالا وقتی این خشم رو سرکوب میکنی، از نظر هورنای میگه این استرابی که استراب اولی، این استراب بیسیک یا بنیادینی که در شما ایجاد شده، حالا باید شما یه روشی برای روبرویی با این استراب پیدا بکنید، یه سری روش‌هایی برای روبرویی با این ناکامیه ایجاد بکنید. این روش‌ها رو میگه چهار تاست که حالا اسمش مکانیزم دفاعی میشه، چهار شیوه مختلف میشه. حالا اینا رو این روش‌ها رو میگه در تقابل با جامعه، افراد و اجتماع تو ایجاد می‌کنی. چرا؟ چون که دردم از یار است و درمان نیستم، تو اصلا بدبختی از دیگران، تو اصلا فرهنگ و اجتماع بوده که این گرفتاری رو برای تو ایجاد کرده، پس تو در اینجا میای این چهار تا روش رو ایجاد میکنی که حالا روش اولش میگه افکشن، محبته. میگه در واقع اینا چهار تا روش دارن که از خودشون در برابر این احساس چیز کنن، محافظت بکنن. در برابر کدوم احساس؟ اون احساس استراب. این احساس استراب یعنی چی؟ یعنی تنهایی دیگه. شما وقتی بچه ای هستی که دو سالت، سه سالت، مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی رو دارید تجربه میکنید و نیازهاتون ارضا نشده، عملا خب چه چیزی میکنید، چه احساسی دارید؟ یه احساس تنهایی دارید دیگه، که من نیازهام ارضا نمیشه، پس من چه تنهام در این دنیا. حالا با این میخوای روبرو کنید. روش اولت محبت، از محبت کارها گل میشود، اینا تشدید میشه در فرهنگ تو، در روان تو، که میای میگی که آقا محبت یه راهبردیه که من میتونم باهاش
برسم به اون مشکلاتم، در حالی که همیشه هم به عشق اصیل منجر نمیشه که محبت. اینجوری نیست که همیشه محبت تبدیل به چیز بشه. یه سری آدم ها ممکنه که سعی بکنن با اطاعت متواضعانه متواضعانه اطاعت بکنن، کالاهای مادی مثلا بیان به هم دیگه بدن، یا مثلا یه لطف جنسی به هم بکنن، به یه طریق محبت رو بخرن دیگه، تو میشه گدای محبت. خب خب مثلا چه میگه؟ یکیش محبته که حالا آدم ها میان این محبت رو میخوان به یک طریقی و یک راهی برای فرار از اون تنهایی و روبرویی با اون استراب پیدا میکنن، پس چه با روش های مختلف میخوان محبت رو در واقع ایجاد بکنن. روش دوم میگه سلطه پذیریه. روش دوم میگه سلطه پذیریه. این سلطه پذیری که میگه چیه؟ سلطه پذیری اینه که میگه آقا یه فرد روان رنجور ممکنه خودش رو تسلیم یک مؤسسه، سازمان یا یک نهاد مذهبی بکنه یا تسلیم دیگری بشه. یعنی سلطه پذیری، سلطه رو بپذیره. سابمیسیونس در واقع، این سابمیسیونس، سابمیسیونسی که در واقع میگه، میگه شما سلطه رو میپذیری دیگه، میره عضو یک فراکسیونی میشی، عضو یک سازمانی میشی، عضو یک چیزی میشی، تسلیم در واقع دیگری میشی، این کارو میکنی که بتونی محبت کسب کنی دیگه. این نمود بزرگش رو در مذهب میبینی دیگه، در مسیح میگه شما بیا تسلیم مسیح شو. تسلیم اصلا اسلام یعنی چی؟ این تسلیم شدن دیگه. خود کلمه اسلام، خود کلمه سلام، خود کلمه اسلام، خود کلمه سلام از تسلیم میاد دیگه. یعنی من تسلیم پذیرفتم. اصلا خود مثلا شهادت این که میاد میگه، خود میگه آقا اشهد ان لا اله مثلا، اینا که میاد میگه، یعنی شهادت میدم که کسی به جز خدا نیست، شهادت میدم، یعنی تسلیمم. میگه این روش بدیه. خب پس چه افراد روارنجور تلاش میکنن که قدرت، مقام، ملک و املاک اینا رو ایجاد بکنن، سلطه پذیری ایجاد بکنن، از خودشون محافظت بکنن. حالا شما یه روش دیگه اینه که بیای این کارو بکنی، بیای در واقع به قدرت در واقع بیای روی بیاری، یعنی بیای مقام، قدرت، ملک فرقی نداره، شما دوست داری یه ماشین بخری، کلکسیون درست کنی، یه دوست داری زمین بخری، یه دوست داری خونه بخری، یه دوست داری ویلا بخری، یا اینکه یه دوست داری مثلا قدرتمند باشی، همه بگن آره مثلا ببین آقای دکتر رئیس مثلا بیمارستان، آقای دکتر مثلا، آقای مثلا فلانی، آقای فرماندار، آقای استاندار، وزیر مثلا، مهندس فلانی، و این قدرتی که داری تلاش می‌کنی رهبر بشی، رئیس جمهور بشی، یا قدرتی در هر حوزه حوزه‌ای که هست داشته باشی، یا مقام داشته باشی، مثلا تلاش زور می‌زنی که مثلا تو میگه اینا یه تلاش در واقع یک تلاشی است که یک نوع دیگه ای از اون مکانیزم دفاعی دیگه، مثل اون سلطه پذیری که گفتیم یا مثل محبت، اینا یک راهیه که فرد سعی میکنه از خودش محافظت کنه. چرا؟ چون قدرت دفاعی علیه خصومته. قدرت باعث میشه خصومت واقعی یا خیالی که دیگران دارن نسبت به تو نشون میدن رو از بین ببره. مقام محافظت میکنه تو رو علیه تحقیر، محافظت میکنه تو رو علیه نفوذ دیگران، محافظت میکنه تو رو از در برابر تجاربی که در کودکی مانع دریافت عشق و امنیت شده، نیاز سرکوب شده تو چیه؟ سیفتی و ساتیسفکشنه. شما فرض کن که الان مثلا شما حالا الان در همین کلاس که مثالی که زدیم، گفتم مثلا من اون استادی ام که با شما درست رفتار نمی کنم، حالا تو فرض کن مثلا شما مثلا استاندار بودی، شما رئیس جمهور بودی، شما مثلا فرض کن رئیس مثلا یا یه ملاک بزرگی بودی، نصف مثلا ایران مال تو بودی، یا مثلا دونالد ترامپی بودی، پس بخواد دیگه اون موقع احتمالا رفتار من تعدیل می شد دیگه، منظورم نمی رسید که مثلا به تو زور. خب
پس چه این، یا حالا شما فرض اون بچه 2 ساله مثلا فرض کنید که شما در 1 سالگی که قراره در 2 سالگی به دنیا اومدی، فرض کنید با یه لقبی به دنیا میومدید، مثلا لرد بودید، شاهزاده بودید، ولیعهد بودید، خب ما جرأت داشته این کسایی که شما روش میدن بهتون مثلا امنیت و مثلا ساتیسفکشن و خوشنودی و رضایت رو براتون ایجاد نکنن، نیازات برآورده میشد دیگه اگر همش اتفاقی میافتاد. پس چه چی میاد میگه؟ میاد میگه که این سومین شیوه ایه که ما ایجاد میکنیم. پس ببینید تا اینجا این سه تا چی میگه؟ محبت، سلطه پذیری، اینا همه شما اصلا در ادبیات، در شعرها میبینید چقدر در باب محبت مثلا میان اینا حرف میزنن، چقدر در باب قدرت و مقام حرف میزنن که آقا مثلا شما قدرت و مقام و ثروت و پول و فلان و اینا میتونه چقدر جایگاه شما چقدر، یا در رابطه با سلطه پذیری صحبت میکنن. خب این سلطه پذیری و قدرت و محبت همه مکانیزم هایی است که سعی میکنه شما رو محافظت کنه، هر کدوم به نوعی. محبت که واضحه، خوشنودی و ساتیسفکشن رو میخواد در شما ایجاد کنه. سلطه پذیری که شما وقتی تسلیم یک نهاد مذهبی یا یک نهاد سیاسی یا یک ایدئولوژی میشی، مثلا حالا منظور یک ایدئولوژی که شما تسلیم شدی، رفتی اونجا مثلا تسلیم شدی، خب تو پس عملا یعنی چی؟ یعنی امنیت ایجاد کردی در خودت دیگه، خوشنودی ایجاد کردی، بالاخره یه گروهی از تو رو دوست دارن. مثلا شما در مذهب نگاه بکنید، امام جعفر صادق حدیث داره دیگه، حدیث داره میگه مذهب چیزی به جز عشق نیست، دین فقط عشق. خب این مسیحی ها هم میگن دیگه، خدا محبت میگن، مولا اونو تو شعرم میگه از محبت خارها گل میشه، از محبت سرکه ها مول میشه، از محبت همه چی درست میشه. خب پس میبینی اینا مکانیزم هایی که شما داری ایجاد میکنی که بتونی این گرفتاری رو حل کنی. چهارمین مکانیزم محافظ که از شما حفاظت میکنه در برابر این دنیای متخاصم و این گرفتاری ها، میگه کنارگیری، ویزدراوال، کنارگیری میکنی دیگه. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیست، عرفان و جدایی و از انزوا و اینا رو در واقع در پیش میگیم. افراد روان رنجور میگه غالبا با مستقل شدن از دیگران یا جدا شدن عاطفی از اونا از خودشون در برابر استراب محافظت میکنن، چون شما اصلا جدا بشی دیگه اصلا نیازی نداری که مثلا راست هر کاری دیگه، شما وقتی انزوا پیدا کردی اصلا نیازی نداری، وقتی من اومدم جدا شدم از مثلا حسن، از حسین، از ایمان، از فلان، خب دیگه اصلا نیازی هم به محبت، نیازی هم به اون ارزای نیازها ندارم دیگه، خدا مسئول کردم دیگه، اصلا دیکته ننوشته اصلا غلط نداری، در چه همچی کاری کردی شد دیگه. پس انچه این روش ها. حالا ببین هورنای میگه این روش ها، این 4 تا روشی که من دارم میگم غالبا بیانگر این نیست که تو بیماری و روان انجوری، همه ی افراد میگه از اینا استفاده میکنن. چیزی که باعث میشه تو بیمار باشی اینه که تو نتونی به صورت منعطف این روش ها رو سویچ کنی، در جاهای مختلف چیزهای مختلف رو انتخاب کنی، یه دفعه تسلیم یکی شدی. یعنی کسی که متکی به یک روشه و فقط یکی از این مکانیزم های دفاعی رو داره استفاده میکنه و عمیقا در اون مکانیزم دفاعی خبره شده و دیگه نمیتونه سویش بکنه، خب من الان مثلا شاید فرض کنید از ایمان فاصله بگیرم، مثلا بیام این کنارگیری رو انجام بدم، خب دیوانه که نیستم که از نیکول کیدمن فاصله بگیرم، از اون فاصله بگیرم، از اون فاصله نمیگیرم، مثلا با اون مثلا وارد رابطه میشم، یه جا احتمال داره مثلا من سلطه پذیری رو آره برد باشه، مثلا با قول میگن ما یه ملتی، میگن شعارشون این بوده که ما مردم مثلا فلان جا زیر بار زور نمی رویم مگر اینکه زور خیلی پرزور باشه. خب من این سلطه رو میپذیرم اگه خیلی بونه، یعنی در جاهای مختلف میتونم اینا تو پذیرم، چون محبت رو مثلا دارم. آره چرا محبت نداشته باشم؟ من همه الان نسبت به همه زیبارویایی که الان نمیشناسن میشونم یه محبتی دارم و همشون علاقمندم، مثلا من یه انعطافی در اونجا دارم. خب اما اگر حالا من بیام اینا رو نتونم انعطاف پذیری داشته باشم، خب اون موقع میتونم وسواس پیدا بکنم. مثلا فرض کن من اگر سلطه پذیری رو به صورت یک مکانیزم منفرد و ستون خیمه شخصیت خودم بنا کنم، خب میشم شخصیت مثلا وابسته، میشم یک
اختلال شخصیتی که وابستگی به یه نفر پیدا کردم، از ترس از جدایی پیدا میکنم، هزار جور گرفتاری پیدا میکنم، یا مثلا وسواس من دارم. چرا؟ برای اینکه اومدم از یکی از این مکانیزم ها مثل مکانیزم مثلا مقام و قدرت و اینا استفاده کردم دیگه. فرد وسواس، من یه حال قوانین گذاشتم که حتما مثلا 10 بار اینو بشونم، 20 بار اون انجام بدم، یا مثلا دچار شخصیت منزوی ام، یا خودشیفتگی دارم، یعنی اومدم خیشتن رو مثلا اون سلف خودم رو انقدر آرمانی کردم که در جایی که ما بیایم به صورت غیر در واقع منطقی از اینا استفاده بکنیم دچار مشکل میشیم، برنای میگه. پس این نظریه روانکاوی اجتماعی، چی میگه روانکاوی اجتماعی؟ چون همه اینا رو تبیین داره میکنه در ارتباط با دیگری دیگه، اجتماع رو داره مد نظر قرار میده. خب یه مسئله دیگه ای رو میاد بیان میکنه به نام کمپالسیو درایوز، سایق های وسواسی. خب این سایق های وسواسی میاد چی میگه؟ میاد میگه آقا افراد روارنجور، اختلالات اینا که اختلالات بیماری و روارنجوری و اینا دارن، همون مشکلاتی رو دارن که افراد سالم دارن، فرق نمی کنه، اونا هم این مشکلات رو دارن، فقط فرقشون در چیه؟ در اینه که اینا با درجات بیشتری این مشکلات رو تجربه می کنن. اولین فرقشون اینه. و از شیوه های در واقع تکرار شونده ای برای، یعنی از اون مکانیزم دفاعی هم افرادی میان استفاده میکنن. فرقشون این دوتاست. یعنی اولا فرقشون اینه که حساسیتشون خیلی بیشتره. ثانیا هر آدمی بالاخره برای محافظت از خودش در برابر بدبختی و رقابت و طرد شدن و تنفر و خصم یه روشی رو انتخاب میکنه. آدم سالم یه مانور دفاعی داره، از این روش به اون روش اینا رو بالاخره استفاده میکنه. آدم سالم اینجوری دیگه، مثلا الان شما فرض کن که اگر مثلا به عنوان مثال با من مثلا بیایید، حالا فرض کنید مثلا با من در یک جایی آشنا شدید، من به شما یک خصومتی رو دارم نشون میدم، شاید در اونجا شما با این خصومت یک نوع برخورد بکنید، همین خصومت رو اگر مثلا من به عنوان دکتر توی بیمارستان باشم یه نوع دیگه برخورد بکنید، بگی آقا این مثلا کار ما بهش گیره، مثلا من یه جوری دیگه ای درست کنم، همین خصومت رو مثلا. ولی یه آدمی که مثلا فرض کنید به هنجار نیست، توانایی مانور در این مکانیزم دفاعی رو نداره. یک راهبرد رو، یکی از اون چهار تا شیوه ای که مثلا دارید رو گفتیم رو به صورت یکسان داره استفاده میکنه دیگه. این اصلا مثلا شما وقتی نگاه میکنی این یکسان مثلا یک واکنش رو داره نشون میده. خب این میشه بیماری دیگه. یعنی این به صورت یکسان مثلا فرض کنید انزوا رو در پیش گرفته، ویزدرال. خب نتیجه چی میشه؟ از هواپیما میترسه، از نمیدونم آسانسور، از همه جا فرار کرده، انزوا ایجاد کرده. خب تو دلیل نداره که تو همه جا این رو داشته باشی. اونها پس اینو میگن. پس انچه یه مسئله دیگه ای که میاد میگه اینه که میگه آقا فکر نکنید آدمای روارنجور از عذاب کشیدن و بدبختی و فلاکت رنج میبرن، لذت میبرن. یه تصوری تو جامعه اون موقع بوده که این بالاخره خودش هم میخواد دیگه. هنوزم هست. هنوزم هست که مثلا میگن آقا این خودش هم دوست داشته که مثلا مورد این بدبختی ها واقع شده. مثلا میگه آقا این خودش هم دوست داره دیگه تنبل باشه، خودش هم دوست داره مثلا فرض کنید افسرده باشه، خودش هم بالاخره دوست داره دیگه. یعنی این میگه نه، اینجوری نیست که اینا لذت ببرن، لذت نمیبرن، اینا نمیتونن روشهای دیگه رو استفاده بکنن، اینا به اراده خودشون نمیتونن رفتار رو تغییر بدن. شما شنیدید در مورد اصلا در میگن یه بنده خدایی میره شکار، شکار خرس میره با قدیم، زمانهای قدیم با این تفنگای سرپر، خرس رو میبینه بالاخره این تفنگو میاد پر میکنه فلان و بمدان، یه تیری میزنه به خرس، نمیخوره، خرس میاد بهش میگه که خب الان تیرت زدی و نخورد، حالا الان من با چیکار کنم، بخورمت یا میخوای تجاوز بکنی؟ اینم میگه که خب تجاوز کن به من، من نخور، چون که بالاخره فشار به میاد اینجا الان من بخوری. اینم میگه خب باش، با خرس بخواد تجاوز بهش میکنه، میره و طرف تو این خرسه که داره میره سری دوباره باز میاد باروتو میریزه و این تفنگ پر میکنه و یه تیر دیگه میزنه دوباره بهش نمیخوره. خرسه دوباره برمیگرده میگه باز زدی نخورد؟ نه میگه آره نخورد. میگه خب تجاوز یا بخورمت؟ میگه نه دیگه بخور دیگه، ما رو بخوری بده، همین تجاوز نخور. بار دومم خرسه دوباره این کارو میکنه، این میره دوباره، این میاد رو باروت میزنه دوباره هم نمیخوره.
خرس این دفعه برمیگرده میاد میگه تو واقعا برای شکار اومدی یا در واقع برای یه ماجرای دیگه اینجایی؟ خب این شما وقتی نگاه میکنی میگه تو برای شکار اومدی یا اومدی اینجا بالاخره بدی به ما حالی بکنیم، این چی ما تو چی ماجرات سه بار بود. خب این ببینید شما وقتی این ساختار این جوک نگاه میکنی انگار که داره همین ماجرای هورنای رو میگه دیگه، یعنی یه تکرار یک پدیده را خود دیگه یه بار زدی نخو برو دیگه دوباره بازم این کارو میکنی، سه باره بازم این کارو میکنی. خب این یه فرد روان رنجور هم هنای میگه اینجوری ماجراش، انگار که یک تکراری داره در یک مکانیزمی انجام میده در همه حوزه های زندگی و توانش رو نداره تغییرش بده. پس انجا حالا ما در فرایند روان درمانی هدفمون اینه که شیوه های دیگه پاسخگویی رو بیایم به این آدم یاد بدیم. این تو دور معیوب گرفتار شده، هی داره اون ماجرا تکرار میکنه. خب پس اینجا میاد چی میگه؟ میاد میگه که شما یه فرد وسواسی که میبینید 30 بار دستشو داره میشوره فکر نکن داره حال میکنه، لذت میبره از اینکه دستشو بشوره، این اصلا دست خود نمیتونه تغییرش بده. این با تکرار این مکانیزم دفاعی فکر میکنه داره در برابر خودش حفاظت میکنه، از مثلا محافظت میکنه در برابر اون استراب بنیادی که داره، یه دور معیوبی رو ایجاد کرده، بدنش خب دچار تنش شده. ما حالا باید چیکار بکنیم؟ این هی هر باری هم که در واقع اتفاقا بار دومی که شلیک کرده ناکامی بار اول باعث میشه بدتر نشانه گیری کنه، عزت نفسش میاد پایین تر دیگه، حالا 10 بار نزده. خب اصلا چه یه رفتار بیهوده رو داره تکرار میکنه که منجر به آسیبش هم میشه دیگه، 30 بار دستش شسته مثلا اضطرابش کنترل نمیشه. پس اصلا این چی میاد میگه؟ میگه آقا این تکرار این دوره باطن اعتماد به نفسش به این میره، هزار جور گرفتاری دیگه پیدا میکنه و در نهایت اضطراب بیشتر میشه. پس ما هدفمون باید این باشه که توی کمک کردن به این فرد شیوه های دیگه مقابله با این ماجرا رو بهش یاد بدیم، انعطاف پذیر رو بشه. خب این پس شد ماجرای در واقع سایق های وسواسی که عرض کنم خدمتتون هورنای میاد بیان میکنه.